خب با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی، بی نهایت ممنونم که تشریف آوردید در جلسه امروز. و جلسه امروز ما در مورد همین موضوع اصلیش که مال چربی ها و روغنا و در رابطه با سلامتی به اصطلاح انسان یا بهداشتش هستش که آقای دکتر فیروز جهانی اول سخنرانمون هستند، لطف کردند و دعوت کانون رو قبول کردند که امروز در خدمتشون باشیم. و من میخوام خیلی خیلی مختصر، چون در اون آگهی در واقع بریف بایوی آقای دکتر بوده و تا حدی باهاش آشنا شدید، ولی من فقط برای یادآوری یک خلاصه ای از بک‌گراند آقای دکتر جهانی رو خدمتون عرض می کنم. آقای دکتر جهانی اول لیسانسش رو در رشته بیولوژی از دانشگاه شهید بهشتی گرفتند و فوق لیسانسشون در زمینه ژنتیک مولکولی از دانشکده علوم دانشگاه تهران و دکتراشون رو در اینجا در اونتاریو از دانشگاه گولف در زمینه شیمی غذا یا فود کیمستری دکترا رو اونجا گرفتند. عذر میخوام ازتون. بعد عذر میخوام، این انتراب شد با چی صحبت من در مورد معرفی آقای دکتر. به هر حال دکتراشون رو از دانشگاه گولف اونتاریو گرفتند و در مورد کارهای تحقیقاتی، مطالعاتی و اجراییشون، خب زمانی که در ایران بودند با مؤسسات تحقیقاتی و وزارتخونه ها در همون زمینه خودش از نظر به اصطلاح تغذیه و علوم غذایی با مؤسسه تحقیقات به اصطلاح آبهای سبک، یعنی میدونم این یعنی یکی از کارهایی که در ایران در واقع که داشتن و انجام دادن، یعنی مسئول تحقیقات آبهای سبک یا سافت درینکس فرمولیشن، یعنی فرمولیشن در واقع این آبهای سبک رو که در یکی از اون زمینه ها در واقع هم آب زمزم ایران تا اونجایی که اگر اشتباه نکرده باشم در اون چیز بوده و همچنین به اصطلاح مشاوره داشته در مورد اون مطالعاتی که مربوط به پاکدیس و ساسان. البته آقای دکتر بعدا خودشون ممکنه یه توضیحی در این مورد بدن که من در واقع به صورت ریز وارد نیستم که چه کار کردن در ایران، ولی تا اونجایی که به اصطلاح اشاره شده در اونجا مسئله اون آب زمزم ایران به اصطلاح اون یه مقداری مطرحه که اشاره بهش خواهن کرد. بعد با وزارت بهداشت و وزارت صنایع و سازمان استاندارد به عنوان مشاور و همکاری با اینا هم به اصطلاح همکاری داشتن. در کانادا در تا زمانی که در دانشگاه گولف بودند مقالات و نشریات متعددی رو چه در زمان دانشجویی و چه بعد از فارغ التحصیلی و در دوره فوق دکترا رو در اون زمینه ها یه مقداری به اصطلاح این نشریات متعدد در همون زمینه کاری خودش داشتن و در مجلات علمی منتشر شده. و کاری که بسیار جالب بوده و بعداً بعد از فارغ التحصیلی به اصطلاح خیلی روش به کار کرده و یه کار عملی و تحقیقاتی و مطالعاتی رو این فرمولی کردن چربی ها و روغن ها و تاکنون هم 83 تا محصول رو در فرموله کرده و در این رابطه به بازارهای کانادا معرفی شده که قطعا در خودشون در این زمینه توضیح خواهند داد که دیتیلش که به چه صورت هست. و در حال حاضر هم بزنس یا شرکت خودشون رو دارن به اسم لیپوفیلیا اینگریدینتس و این شرکت رو الان در حال حاضر بیشتر کاراشون در همون زمینه علوم غذایی و تکنولوژی مربوط به آن هست و در این زمینه الان اون کار خصوصی و بیزنسی خودش رو داره در اون زمینه تخصصی خودش.
من اینو به اصطلاح خیلی مختصر گفتم و خیلی ممنون میشم آقای دکتر جهانی که شما در اوایلش یا در هر زمانی که راحتتر هستید یه مقداری جاهایی که به اصطلاح من شاید یا اشتباه کردم و یا اینکه یه مقداری برامون روشنترش بکنید خیلی ممنون میشم. به هر حال بی نهایت ممنونم که دعوت کانون رو قبول کردید و اگر اشکالی نداشته باشه من واگذار کنم به شما که جلسه رو شروع بکنید. خیلی ممنونم از دوستتون که دعوت رو قبول کردید. خیلی متشکرم. سلام دوستان عزیز. فقط یک موردی رو من تصحیح بکنم از صحبت‌های شما و اونم این است که سافت درینک به معنای نوشابه است و در واقع فرمولاسیون نوشابه های نوع کلا مثل پپسی کلا و کوکاکولا در اون زمان بحثه ما بود و خوشبختانه این رو انجام دادیم و حتی پلنت استاره های نوع کلا رو در ایران زدیم و نوشابه های داخلی رو در بین سال 1980 تا 85 که به بازار اومد و در بازار ایران مصرف شد. اینو فقط خواستم تصحیح بکنم. مورد خاصی نیست. ممنونم از این معرفیتون. من هم بعد من میخواستم از کانون مهندسین همینطور آقای مهندس حمیدی و آقای مهندس عزیزی تشکر بکنم به خاطر اینکه این فرصت رو به من دادید در مورد فتسن Human Health بتونم مطالبی رو با شما در میون بذارم. واقعیت اینه که چربی ها، البته من یه توضیح راجع به همین فت بدم برای اینکه این معانی یه مقداری ویگی داره در هم زبان فارسی و هم انگلیسی. اصولا فت رو به چربی ما میگیم ولی ما اویل هم داریم. من اینجا اسم اویل رو نیاوردم به خاطر اینکه چیزی که مصطلحه معمولا فت گفته میشه. فت از نظر شیمیایی مشابه اویل هست ولی از نظر فیزیکی با هم متفاوت هستن. اینا هر دو در یک کاتگوری زیر یک کاتگوری قرار میگیرن که بهش لیپید میگن و باز من از اون اصطلاح لیپید استفاده نکردم برای اینکه برای خیلی از دوستان ممکنه معنیش به درستی اینجا روشن نبوده باشه. بنابراین منظور من از فت اینجا در حقیقت شامل روغن، چربی و مواد چربی که قابل استفاده خوراکی هستش. واقعیت اینه که چربی ها خیلی رپیوتیشن بدی رو در بین جوامع دارن. یعنی این حدود 5 دهه هست که از منزل ها گرفته در مهمانی های شام و بین جوامع ایرانی و غربی اصولا هر وقت صحبت چربی میشه همه یه ریاکشنی نشون میدن، فکر میکنن تمام بیماری ها و بعد بسیاری از نواقصی که در بدنشون هست انواع چربی هایی که در بدن و انواع بیماری ها رو به چربی نسبت میدن. البته این حس تا حدودی میتونه درست باشه در مورد بعضی چربی ها ولی عمدتاً چربی هایی وجود دارن که حتی برای امراض کاردیوواسکولار دیزیز مفید هستن و ما نمیخواییم که همه چربی ها رو به یک چشم نگاه بکنیم و اینجا هدف ما این هستش که اینو باز بکنیم و بگیم که کدوم چربی ها خوبن کدوم چربی ها بد هستن. چربی ها منبع انرژی هست. بعدن خدمتون خواهم گفتش که چند درصد از مجموعه انرژی که ما داریم مصرف میکنیم در روز صرف انرژی قلب و مغز میشه و چربی ها چه نقشی در این دارن. و حتی اگر تاریخی به مسئله نگاه بکنیم ببینیم حتی قبل از پیدایش پروتئین ها در منشأ حیات ما انواع فتها رو داشتیم که اینا بتونن یک پوششی یک کاوری روی همین پروتئین ها و بقیه مینرال ها در حیات اولیه ایجاد بکنن که بتونه اصلا حیات شکل بگیره. مثلا اگر از سیانوباکتریاس شروع کنیم که
حدود 3.8 میلیارد سال تا 4.2 میلیارد سال اینا قدمت دارن و فسیلاشون هستن، در اونها شما یه غشاء سیتوپلاسمی ببینید که ساختمان این غشاء از فسفولیپیدا و کلسترول تشکیل میشه. بنابراین فت بسیار اسنشیاله، ضرورتش در ردیف پروتئین و کربوهیدرات است. هیچ وقت تصور نکنید که فتها بدن و به درد مثلا تغذیه ما نمیخورن، و اگه فتها نبودن حتی انسان الان وجود نداشت. من در این صحبتم خب سعی کردم که مطلب رو خیلی آکادمیک نکنم و در این حال به صورت جورنالیستی هم با مسئله برخورد نکنم، به خاطر اینکه الان میبینم دوستانی هستن که بکگراند حالا یا کشاورزی یا مهندسی دارن، ولی حداقل کسی در اینجا شیمی عالی رو در دروس دانشگاهی حتی در دبیرستان داشته، بنابراین باکی از این نیستش که یه مقدار بیشتر اینا رو باز کنیم، و اگر مشکلی از درک و فهم اینا بود ما در سوال و پاسخ به اون حتما جواب خواهیم داد. من در آخر یک قسمتی از کووید 19 رو هم که در ارتباط با لختگی خون هست و به نوعی به یکی از چربی هایی که ما لایپوپروتئین میگیم، لایپوپروتئین A، اون رو هم یه قدری توضیح خواهم داد که یه مقدار آپدیت بشید در این زمینه. آتلاین صحبت های من امروز بیشتر در مورد استراکچرال و انفانکشنال فته، یعنی فتهایی که در ساختار سلول ها و ارگان ها شرکت میکنن و یک نقش فعالی در متابولیسم و سلامتی انسان دارن. این چربی ها شامل ترای ایسیل گلایسرول هست. این ترای ایسیل گلایسرول البته اسم علمیشه، ولی ما اجازه بدید بعد از این تریگلیسرید بگیم که برای دوستان آشناتره. فسفولیپید ها هستش، فسفولیپید های نمونهش لسیتین هست، ولی فسفولیپید انواع مختلف داره، و همینطور کلسترولی که به صورت لایپو پروتئین ها هستن، و بخش دیگر راجع به دیپازیت فت که این الان خیلی زیاد در صحبت های ما اهمیت نداره، مثل چربی سفید و همینطور چربی قهوه‌ای که بیشتر ذخیره ای هستن. و چربی ها شامل استروید ها، وکس ها، ترپین ها، همینطور بعضی از هورمون ها و ویتامین ها شاملش میشه که اگر فرصتی بر اونم شد اشاره می کنیم، ولی تاکید من امروز روی استراکچرال اند فانکشنال فت. تریگلیسیرید ها شامل دو نوع فتی اسیده، یکی بهش میگیم ساتوریتد فت، یکی آن ساتوریتد فت. احتمالا خاطرتون هست ساتوریتد ها یعنی چربی های اشباع شده و آن ساتوریتد ها یعنی چربی هایی که اشباع نشدن. معناش این است که باند دوگانه یا دابل باند در مولکولشون نیست در مورد ساتوریتد ها، همشون سینگل باندن، و اونایی که آن ساتوریتد هستن این تعداد پیوند های دوگانه در اون مولکول دو تا یا بیشتر. خب اینا شامل مون آن ساتوریتد فت هستن، پولی آن ساتوریتد فت که اینها رو اسنشیال فت هم میگن، معنیش اینه که اینها باید از طریق غذا وارد بدن میشن، چون بدن نمیتونه اسنشیال فت رو بسازه، میتونه تبدیل بکنه اینها رو ولی نمیتونه بسازتشون. اینا شامل اومگا 3 هستن و اومگا 6 و همینطور ساتوریتد فت ها و ترانس فت ها که اینها به عنوان نان اسنشیال فت معروفن، یعنی بدن اینها رو میتونه بسازه، البته در مورد ترانس فت نه، چون یک ماده شیمیایی ساخت بشره، ولی ساتوریتد فت ها رو میتونه در حد نیازش تامین بکنه و نیازی نیستش که حتما از بیرون وارد بشه. خب یه قدری من اینجا البته این تصویر به دلیل اینکه بعضی از تصاویر روی این مولکول ها افتاده شاید برای شما خوانا نباشه، ولی همینقدر توضیح میدم که اصولا ترایسیل گلیسرول یا تریگلیسیرید ها از یک واحد گلیسرول که ما در فارسی به این گلیسرین هم میگیم،
که سه تا عامل هایدروکسیل داره و یک اسید چرب که البته سه تا اسید چرب اگر بهش بچسبه و ترکیب بشه این میشه تریگلیسرید، ولی اگر یه دونه باشه مونو گلیسرید، دایگلیسرید و تریگلیسرید که به ترتیب یک و دو و سه فتی اسید به اون متصل هست. من اینجا یک فتی اسید رو به عنوان مثال گذاشتم که این saturated fatه، یعنی بین کربن ها هیچ دابل باندی وجود نداره، همش سینگل بانده. خب یک طرفش عامل کربوکسیلیکه، یک طرفش عامل متیله. قسمت کربوکسیلیک گروپ رو ما بهش دلتا اند میگیم و قسمت متیل گروپ رو که سه هاشته است اینجا بهش اومگا اند میگیم. اینو فقط از این نظر میگم که دوستان توجه داشته باشن وقتی صحبت اومگا 3 وقتی میکنیم بدونن که اومگا 3 یعنی چی. خب بنابراین گلیسرول با فتی اسید ها طی یک واکنشی به نام دیهایدریشن ریاکشن به این تریگلیسیرید ها تبدیل میشه و اینجا اینو من آوردم. حالا در یک نگاه دیگه، البته از اینا زیاد نگران نباشید، چیز ساده ای هستن و اگرم متوجه نشدید بیشتر میتونم بعداً براتون توضیح بدم. اینجا من یک نمونه مونان ساتوریتد فت آوردم که اولئیک اسیده این فرمول و همونطور که گفتم قسمت کربوکسیلیک گروپش دلتا انده و قسمت متیل گروپش اومگا انده. اینجا یه پیوند دوگانه داره، اولئیک اسید در روغن زیتون، در کنولا و خیلی از روغنها وجود داره به اندازه های مختلف. یک فتی اسید دیگری هستش که من اینجا به عنوان نمونه آوردم به نام لینولنیک اسیده. این پلی آن ساتوریتد فت، یعنی بیش از دو تا، اینجا سه تا این دابل باند داره در زنجیره فتی اسید. معمولا فتی اسید ها رو کربوناشو از طرف دلتا اند میشمرن، یعنی 1, 2, 3 الی آخر تا 18 تا، چون اینا 18 تا کربن دارن، ولی برای نامگذاری از اومگا اند شروع میکنن. در واقع اگر اولین دابل باند یا پیوند دوگانه در هر کربنی قرار گرفته باشه که در اینجا کربن 1, 2, 3 هست ولی از این طرف کربن 15، اینو اومگا 3 میگن. یعنی اومگا 3 فتی اسیدیه که در سومین کربن اومگا اندش یک پیوند دوگانه باشه. حالا اگر شما لینولئیک اسید داشته باشید که این باند سینگل باشه ولی اولین باند مضاف در کربن 12 از نظر شمارش ولی کربن 6 از نظر نامگذاری باشه، اینو بهش میگن اومگا 6. به همین ترتیب یکی اومگا 9، یعنی اولئیک اسید به عنوان اومگا 9 یا 9 شناخته میشه. امیدوارم که دوستان اینو متوجه باشن که وقتی میگیم اومگا 3 یعنی یه مولکولی داریم که پیوند دوگانه دارن و اولین پیوند دوگانه در کربن شماره 3 قرار میگیره. یک مطلب دیگر هم میخوام باز اینجا بگم بعد از این فرمولا میایم بیرون و اونم تفاوتیه بین دو تا کانفیگوریشن در مولکول، یکی بهش میگن سیس کانفیگوریشن، یکی ترانس کانفیگوریشن. مثلا در فرض کنید در اینجا، البته این فتی اسید نیست اما سیس فتی اسید هست، ولی لینولئیک اسید در واقع من میتونم بگم، منتها این قسمت هم کربوکسیلیک گروپه، به همین دلیل گفتم یا باید یه طرف متیل گروپ باشه یه طرف کربوکسیلیک گروپ باشه. اما اینو در نظر بگیرید که اگر در محل پیوند دوگانه هیدروژن هایی که به کربن وصل در یک طرف مولکول قرار بگیرن اینو سیس کانفیگوریشن میگن، و اگر هیدروژن ها در نقطه مقابل هم قرار بگیرن که اینجا مشخص است یه هیدروژن اینجاست و یک هیدروژن هم در نقطه مقابلشه، اینو ترانس کانفیگوریشن میگن. و این تفاوت بین سیس و ترانس از نظر شیمیایی تفاوتی ندارن ولی از نظر فیزیکی تفاوت دارن، برای اینکه ترانس فت ها به خاطر
partially hydrogenation به وجود میان و تغییر شکل فیزیکی میدن، نقطه ذوب بالایی دارن، درجه اکسیداسیونشون پایینه، دیرتر اکسیده میشن، خیلی مناسبه برای خب در قدیم برای پخت و پز و اینا دیرتر اکسیده میشه، ولی متاسفانه یکی از اسیدهای چرب بسیار مضریه که قبل از این میتینگ هم من یه قدری توضیح دادم که برای سلامتی انسان بسیار خطرناک است. و البته اینو از سال 1903 هایدروجنیشن فتح رو شروع کردن، ولی 1956 وارد مواد غذایی کردن و از همون زمان مارگارین، شورتنینگ اینا رو فرموله کردن با این و به مقدار زیادی اینها اومدن ایران و اونجا هم ما تحت عنوان روغن‌ها و مارگارین‌های متفاوت اینو استفاده کردیم که عواقب زیادی داشت، بعداً می‌تونیم صحبت کنیم. این تصویر رو من فقط گذاشتم به خاطر اینکه نشون بدم یه فتی اسید به نام استریک اسید نقطه ذوب بالایی داره. اینجا 70 درجه می‌بینید که نقطه ذوبشه و این خیلی استریکته، خیلی سفته، انعطافی نداره این فتی اسید. و اگر چنین فتی اسیدی بره در غشای سلول، در ساختمان غشای سلول شرکت بکنه با فسفولیپید، مسلما اون غشا رو از نظر فلکسیبیلیتی خیلی کم میکنه، انعطاف پذیریش رو کم میکنه. در حالی که اینجا یه مثال لینو لیک اسیده، دو تا دابل باند داره اینجا و همین باعث شده که این مولکول خیلی فلکسیبل باشه و این خیلی مهمه. نقطه ذوبش هم اینجا منهای 5 درجه است. از این نظر مهمه که در غشای سلول ها به خصوص گلبول های قرمز نقش اومگا 3، البته این اومگا 6 ولی اومگا 3 از این هم انعطافش بیشتره، سبب میشه که این غشا خیلی فلکسیبل باشه، وقتی از موجک ها داره عبور میکنه بتونه خودشو باریک بکنه و عبور بکنه. حتی در تکسلولی ها ما میبینیم مثلا آمیب راحت میتونه غشاشو عوض کنه، پاهای کاذب ایجاد بکنه، در حالی که اگر استریک اسید یا ترانسفت بود این کارو طبعا نمیتونست انجام بده. خب عرض کردم که ترانسفت ها به علت پارشلی هایدروجنیشن درست شده برای استیبیلیتی فت، ولی متاسفانه هیومن لایف رو در واقع در خطر انداخته، در حالی که شلف لایف خودشو به این ترتیب بیشتر کرده و مورد قبول و توجه رستوران ها اونایی که چند بار میخوان روغن و حرارت بدن و اینا هست. و داستان این بسیار مفصل، از سال 2002 در دانمارک ممنوع شد، 2004 به همت آقای جک لیتن در کنگره کانادا تصویب شد که ممنوع بشه، تا سال 2009 قرار شد که اصلا حذفش کنن، ولی از زمانی که آقای هارپر اومد و جلوی این رو گرفت و متاسفانه همینطور هایدروجنیتد فت ها در مارگارین، در شورتنینگ استفاده شد، تا اینکه بالاخره FDA در سال 2019 تولید این رو در امریکا ممنوع کرد. منشأ اینم از امریکاست. در کانادا ما هایدروجنیشن فت نداریم تولیدش رو و دو سال مهلت دادن که کمپانیا بیان اینو در واقع به تدریج انباراشون رو خالی کنن و حذف کنن. و امسال در دیسمبر سال 2021 در واقع مردم حداقل نورث امریکا از شر این ترانسفت ها راحت میشن، ولی اینجا من فقط به این دلیل دارم بگم که هنوز هست و در گذشته هم بود و از خطراتش آشنا بشید. ترانسفت ها سبب آتروسکلروسیس میشن و باعث تنگی عروق میشن. همینطور در مورد پیدایش سرطان نقش دارن به صورت غیر مستقیم، یعنی اگر رقابت بکنن با فتی اسیدهایی که خوبن مثل اومگا 3 و برن در ساختمان سلول و اون پروزیتی و اکتیو ترانسپورتیشن این سیتوپلاسم رو به هم بریزن، هر مواد سمی میتونه وارد سلول بشه و در سطح هسته سلول میتونه ایجاد موتاسیون بکنه و باعث کانسر بشه. ترانسفت ها رو حتی مرتبط دونستن با نوع 2 دیابتیک و
فشار خون بالا و همینطور های کرایسیس. از طرفی ترانسفت ها میتونن مقدار لو دنسیتی لایپوپروتئین رو که به عنوان کلسترول بد شناخته میشه ببرن بالا، ولی در عوض مقدار HDL رو بیارن پایین که یک کلسترول خوبیه، در حالی که این کار رو سچوریتد فتا نمی کنن. سچوریتد فتا هر دو رو بالا میبرن، اما اومیگا 3 LDL رو پایین میاره ولی HDL رو سطحش رو میبره بالا. در واقع کاملا عکس اینها عمل میکنه و این قابل توجه هست. اینجا من فقط یک مثالی از گرفتگی عروق رو که ناشی از ترانسفت هاست براتون نشون میدم. ترانسفت ها مستقیماً باعث گرفتگی عروق نمیشن، بلکه اگر رقابت بکنن و در تریگلیسیرید هایی که در ساختمان لیپوپروتئین یعنی کلسترول وارد بشن، اینها نظم اون LDL رو به هم میزنن و سبب میشن که این پلاک هایی که در جداری عروق بعد از اون قشای آنتیما در اینجا این پلاک ها رسوب میکنن و به تدریج زیاد میشن و عروق رو تنگ میکنن و گلوبولای قرمز نمیتونن از اون عروق عبور بکنن و اگر این در قلب اتفاق بیفته مسلما باعث سکته قلبی میشه. البته گرفتگی عروق و سکته یه دلیل دیگری هم داره که اون مربوط به اکسیدایزد لایپوپروتئینه که اینجا ماکروفاژ ها و سیستم ایمنی دخالت میکنه که اینجا جاش نیست و من فقط اینجا عرض کردم که بگم یکی از دلایلش اینه که گلوبولای قرمز توان عبور رو ندارن از مویرک ها و مویرک ها رو بلاک میکنن. اینجا دوتا تصویر من دارم که یک آرتری نرمال رو نشون میده در سمت چپ که مویرک بازه، این البته بخشی از قلبه، خود قلب نیست، و در تصویر بعدی سمت راست شما میبینید همون آرتری بسته شده به خاطر اینکه این رسوب در واقع کلسترول به دلیل وجود ترانسفت ها سبب گرفتگی عروق شده. در امریکا سالیانه 12.5 میلیون آمریکایی به خاطر همین کرونری هارت دیزیز مبتلا میشن و حدود 500 هزار نفرشون در سال به خاطر همین از بین میرن. خب من اینجا رو باز یه مقدار سریع رد میشم چون مطالب زیادی هستش که باید کاور بکنم. مطلب دیگه اینه که آیا همه ترانسفت ها بدن؟ ما اینجا اشاره کردیم که ترانسفت هایی که به دلیل پارشلی هایدروجنیشن به وجود میاد اونا خطرناک هستن، اما یک هایدروجنیشنی داریم که بهش بایو هایدروجنیشن میگن و این در دام های نشخوار کننده مثل گاو و گوسفند انجام میشه. گاو علوفه ای که میخوره چربی که در علوفه هست 37% لینولئیک اسیده، خب یعنی دو تا باند دوگانه توش هست. اینو باکتری هست در معده نشخوار کننده ها که میتونن اینو هیدروژنه بکنن، یعنی پروتون بذارن روی اون دابل باند ها و اونو سینگل در واقع ایزومرش رو عوض بکنن و مثل پارشلی هایدروجنیشن، ولی اینو میگم بای هایدروجنیشن که اون البته در پوزیشن 9 و 11 هست که یکی سیس یکی ترانس و همینطور پوزیشن 10 و 12 مولکول که این رو به صورت ایزومر سیس در میاره و با لینولئیک اسید متفاوته. این خیلی CL خیلی فواید زیادی داره و یکی از شاهکارهاست و خیلی ازش غافل هستن و هیچ جایی پیدا نمیشه مگر در لبنیات، یعنی فتی که در لبنیات گاو و گوسفند هست به شرط اینکه از علوفه تغذیه کرده باشه و به شرط اینکه آنتی بیوتیک به اونها داده نشده باشه که اون باکتری‌ها رو از بین ببره.
خب ما اینو اصطلاحا میگیم conjugated linoleic acid. اینجا من ابریویشنش رو نوشتم که البته این هم داستان طولانی داره، اگر خواستید توضیح بیشتری بهتون میدم. خاصیت آنتی کارسینوجنیک داره، ضد سرطانه و باعث سوختن چربی میشه، ولی لینگین عضله رو ترمیم میکنه و همینطور آنتی ایجینگ، ضد پیریه. در واقع باکتری که این کارو میکنه خب بوتری ویبریو هست که اینجا آوردم و یکی از اون هست. البته چندین نوع هستن که این بای هایدروجنیشن رو انجام میدن و این CLA بسیار فتی اسید خوبیه و من نمیخوام الان وارد دیتیل بشم به دلیل کمی وقت، بعضی میگذرم، بعدا اگر سوال جوابی بود بیشتر توضیح میگم خدمتتون. مواردی رو در مورد اومگا 3 خدمتتون بگم. اومگا 3 دوستان متوجه شدید که چرا ما میگیم اومگا 3 در اون زنجیره فتی اسید کربن شماره 3 دابل باند داره به اون دلیل. خب اومگا 3 ها چندین نوع هستن. یکی آلفا لینولنیک اسیده که این در روغن کتان یا فلکسید و روغن کنولا و روغن سویا در یه حدی وجود داره. در کنولا و سویا حدود بین 7-10%، در روغن کتان فلکسید تا 53%. اما فتی اسیدهای دیگری هستن که اومگا 3 هن، مثل EPA آیکوزو پنتانویگ اسید است و دوکوزا هگزانویگ اسید. این دوتا اومگا 3 ها در روغن ماهی هستن و تعداد کربوناشون هم از آلفا لینولنیک اسید که این 18 تا است، EPA 20 تا کربن داره و 5 تا دابل باند اینجا، و DHA دوکوزا هگزانویک اسید 22 تا کربن داره که با 6 تا دابل بانده. ببینید چقدر این انعطاف این مولکول زیاده و خیلی از موجودات دریایی قطب شمال این در روغنشون، در بافتای عضلانیشون وجود داره به خاطر اینکه سرمایه زیاد در واقع اینا رو منجبد نمی‌کنه. خب من قبلا توضیح دادم که اومگا 3 و اومگا 6 هر دو پلی آن ساتوریتد فت هستن، مثل لینولنیک که اومگا 3 و لینولیک که اومگا 6. اینا رو ما گفتیم اسنشال فت هستن، برای انسان ضروری هم. اما در یه پثی آلفا لینولنیک اسید که اینجا من نشون میدم که این فقط در گیاهان دیده میشه، مثل فلکسید، کنولا، اینا رو که توضیح دادم، اما بدن ما قادر 8% اینها رو به EPA و DHA تبدیل بکنه. شاید مثلا در مناطق کویری که رو مثلا فرض کنید سلمون نیست، ماهیای قطب شمال وجود نداره، پس چطور مردم میتونن DHA در بدنشون داشته باشن؟ فقط به خاطر اینکه قادر هستن 8% این لینولنیک اسید رو که از گیاهان دیگه ای، از آجیلایی که میخورن، از تمام مواد غذایی که دیگری که میخورن به دست بیارن و در بدنشون تبدیل بشه. و در حالی که بعدا میبینیم که کبد مرغ میتونه 21% اینو تغییر بده به روغن EPA و DHA که در روغن ماهی دیده میشه. DHA بسیار فتی اسید مهمیه، یعنی اومگا 3 که در فیش و بیشتر موجودات دریایی وجود داره. یکی این که در فانکشن و دیولوپمنت مغز خیلی نقش مهمی داره. خب یه سری دیزوردرها رو کاهش میده، مثل دیپریشن، مثل دیمنشیا و حتی آلزایمر دیزیز. یعنی اهمیت اومگا 3 حقیقتا زیاده. و یه چیزی رو اینجا مجبورم بگم و اون این که اومگا 3 که شما در کاسکو یا شاپرز دراگ مارت یا جاهای دیگه میخرید به صورت کپسولا میگیرن، متاسفانه اونا فقط اومگا 3 فتی اسید دارن، فاسفولیپید ندارن، به خاطر اینکه در
گذشته از هگزان استفاده میکردن برای استخراج اینها از ماهیا و این به دلیلی که سرطان زا بود دولت ممنوع کرد و الان از استون استفاده میکنن و وقتی از استون استفاده میشه فاسفولیپیدها رسوب میکنن. اون چه که از ماهی میگیرن فقط اومگا 3ه و وقتی فسفولیپید نباشه اون نقشی در سیتوپلاسم در ممبرین در واقع سلول ها ممبرین سیتوپلاسمی نداره. حتما باید فسفولیپید باشه که اومگا 3 بتونه عملکردش خوب انجام بده. گزارش شده که ای پی ای که این البته ای پی ای پریکورسورش آراکیدونیک اسید در گیاهان که در گردو هست، روغن گردو در بدن میتونه به ای پی ای تبدیل بشه، میتونه تریگلیسیرید خون رو 30% کاهش بده و آتروسکلروز هم که قبلا عرض کردم پلاک هایی درش درست میشه که سبب تنگی عروق میشه میتونه سبب کاهش اونم بشه و همینطور میتونه باعث کاهش فشار خونم باشه. اما یکی از اسیدهای چرب اومگا 3 در واقع مربوط به فیش یعنی ای پی ای و دی اچ ای در یه موجودی به نام کریل و اون در کریل اویل به مقدار زیادی است. حدود 53% کریل که البته اینجا نمیدونم عکسش رو میبینید یه سخت‌پوستی است که در فقط در قطب جنوب هست در محیط بسیار سرد و تمام اندام این با اینکه شفاف هم هست ولی سخت‌پوسته 53% دارای اومگا 3 یعنی شامل ای پی ای و دی اچ ای. خب ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که 40% این موجود در واقع شامل فسفولیپیده که مقدار زیادش فاسفاتایدل کولینه. این کولین خیلی مسئله مهمیه به خصوص در دیولپمنت مغز و کاهش دیمنشیا و اینا. خب و یکی از آنتی اکسیدنت ها رو داره به نام آستازانتین و همینطور خب فواید بهداشتی زیادی هم داره. این کریل اویل هم موجود هست اگر خوب استخراج شده باشه با فسفولیپید بسیار منفعت داره ولی به تنهایی خب بازم عیب هست و باید با فسفولیپید مصرف بشه. یکی از منابع دیگه دی اچ ای همون دوکوز هگزانویک اسیدی که گفتم در فیش اویل هست در تخم مرغ. تخم مرغ معمولی که اینجا من رگولار گذاشتم یعنی وقتی میرید از بازار میخرید حدود 30-35% این اومگا 3 نوع دی اچ و ای پی داره. خب برای اینکه قبلا گفتم 21% آلفا لینولئیک اسید رو مرغ کبدش میتونه به دی اچ و ای پی تبدیل بکنه. اما اگر شما بیایید تغذیه مرغا رو با کتان، تخم کتان و حالا کنجاله کنولا یا حتی ماهی، پودر ماهی قرار بدید، مقدار اومگا 3 که دی اچ و ای پی است تا 75-85% افزایش پیدا میکنه. اینا تو مارکت هست. شما وقتی میرید تخم مرغ بخرید این تخم مرغ حاوی مقدار زیادی اومگا 3 اگر روش نوشته شده باشه که اومگا 3. خب اگر خودتون تغذیه بکنید یعنی کنترل بکنید و مقدار زیادی تخم کتون و منابع آلفا لینولئیک اسید یا حتی دی اچ پودر ماهی به نوعی در تغذیهش باشه این حتی به بالای 120 میلی گرم هر تخم مرغ میتونه برای شما دی اچ و یا اومگا 3 نوع فیش بده. اونایی که فیش نمیتونن بخورن اومگا 3 تخم مرغ مناسبه و اینجا عرض میکنم که زیاد نگران کلسترول تخم مرغ نباشید و در حد یکی در روز بسیار مفیده و حتی کلسترولتون رو پایین میاره. خب مطالبی رو در مورد فسفولیپید خدمتتون بگم سریع. ببینید این باز یک تریگلیسریدیه که یا ترایسیل گلیسرول که یه بکبون گلیسرول داره و 3 تا فتی اسید بهش چسبیده. تفاوت فسفولیپید
با تریگلیسراید در اینه که یکی از این فتی اسیدها جایگزین یک گروه فسفات میشه. میتونه فسفاتیدیک اسید باشه، فسفاتیدیل کولین باشه، اتانول آمین باشه، اینوزیتول و سرین. همه اینها امکانش هست و این سبب میشه که فسفولیپید خیلی قطبی باشه، یعنی آبدوس باشه، در حالی که خود تریگلیسیراید اینا چربی دوست هستند، یعنی هایدروفوبیک هستند. و این فسفولیپید خیلی نقش در غشاء سلول داره، بای لیرها و مونو لیرها، و بدون این در واقع امکان نداره که یک غشاء مناسب سلولی وجود داشته باشه. این فسفولیپیدها به همراه اومیگا 3 کجا هستن؟ در غشاء سلول. این یک بای لیره، یعنی یک لایه فسفولیپید در بالا و پایین، که قسمت بالا هایدروفیلیکه، پایین هم هایدروفیلیکه، ولی قسمت وسطش چون فتی اسیدها هستن این هایدروفوبیکه. و همراه کلسترول که اینجا نشون ندادم، یک ممبرین سالم و خوب و فلکسیبل رو درست میکنه، به شرط اینکه این اومیگا 3 در واقع در ساختمان شرکت کرده باشه. اگر ترانسفت با اون رقابت کنه و در این ساختمان شرکت کنه، این غشا رو از کار میندازه، این غشا اون خاصیت فلکسیبیلیتی خودش رو از دست میده. خب در سل ممبرین ما به مقدار زیادی دی اچ داریم و اگر بیشتر باشه بهتر از ترانسفت و استریک اسید هست، و یه مقدار آراکیدونیک اسید داریم، فسفولیپید داریم که اینا رگولیت میکنن اون چنل های آیون رو، یعنی برای سلکتیو پرمابیلیتی برای چنل های کلسیوم و غیره، سدیم و پتاسیم در حقیقت خوب عمل میکنن، فعالن. ما فسفولیپید ها رو در میتوکندری هم میبینیم، یعنی هم در رتیکولوم اندوپلاسمیک که در داخل سلوله، هم در میتوکندری. در غشاء میتوکندری 40% فسفوتایدیل کولین هست. وقتی میگیم فسفوتایدیل کولین، در واقع توش اومیگا 3 هم وجود داره، و 35% اون هم فسفوتایدیل کولین. بازم این در ساختمانش اومیگا 3 شرکت کرده، و اگر تغذیه سالمی باشه و از چربی های سچوریتد و ترانسفت در واقع پرهیز کرده باشید، مسلماً در ساختمان سلولاتون اینها، یعنی چربی های خوب شرکت خواهند داشت. در ساختمان قلب هم به همین ترتیب. ببینید، آزمایشی کردن، اومدن به میمون در تغذیهش، خب سعی کردن که مثلا اومیگا 3 بدن، خب، و دیدن که 25% فسفاتیدیل اتانولامین در سلولای قلبیش دیده میشه، در همون غشای سلولی. خب و این 25% مقایسه شده با میمونهایی که فقط بهش سانفلاور اول یا روغن آفتابگردان دادن. روغن آفتابگردان اومیگا 3 بسیار کم داره و قابل مقایسه نیست، در حالی که اگر شما دیچه ای که در فسفولیپید هست در رژیم غذایی اون مانکی قرار بدید، در میمون میبینید که 25% در سلول های جداره سلول ها اینا اضافه میشن. یه مطلب رو من در مورد قلب شما بگم، خیلی مسئله مهمیه، و اونم سیستم متابولیک قلبه. قلب در واقع دو تا سیستم مستقل داره، یکی عصبی هست، البته غیر از اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، ولی اعصاب حرکتی، یعنی با اون آونود و اسانود یک سیستم تپش رو قلب داره که مخصوص خودشه، یعنی حتی قبل از تولد این قلب میزنه، و حتی در شرایطی قلب یه حیوان رو وردارید در شرایط مناسب بیرون از بدنش قرار بازم میزنه. این یک مسئله است که خب خیلی اینو میدونم، به هیچ تعجبی هم نداره،
اما یه سیستم متابولیک مخصوص خودش داره و اون اینه که قلب اولا 15% کل انرژی بدن رو مصرف میکنه. خب تا سن 55 سالگی قلب بین 70-75% از فتی اسید ها، از چربی ها استفاده میکنه به عنوان منبع انرژیش. یعنی اگر این کارو نکنه، چون ما در جوانی همه فعالن، قلبشون فعال، عضلات فعاله، اگر قلب بخواد از مثلا گلوکوز استفاده کنه یا قندها به طور کلی به عنوان منبع انرژی، تمام این عضلات دچار آتروفی میشه، برای اینکه به مقدار زیادی انرژی رو از جاهای مختلف بدن میگیره. برای اینکه این اتفاق نیفته، خب به طور تکاملی به وجود اومده، قلب تا 55 سالگی منبع انرژیش چربی ها هستن. و اینو در یه سیکلی که به صورت تصویری هم نشون میدم، نهایتا به ATP تبدیل میکنه و مصرف میکنه. بعد از 55 سالگی این شیفت عوض میشه، یعنی چون فعالیت کمتره، به تدریج مصرف چربی کم میشه و از گلوکوز استفاده میکنه قلب. من نمیدونم، شایدم تمایل به خوردن شیرینی در سنین بالا شایدم به این دلیل باشه، پروف نشده. مطلب دیگه ای که هست اینه که خب تمام این فتی اسید ها میتونن منبع انرژی باشن، ولی بهترین فتی اسیدی که تست کردن دیدن همین اولیک اسیده که به عنوان انرژی قلب ترجیح میده استفاده بکنه. خب به این فقط خیلی نگرانش نباشید. ما یه متابولیسم گلیکولیز داریم که گلوکوز نهایتاً به پیروات و در نهایت وقتی وارد میتوکندری میشه، میره به سایکل کرپس و استیل کلاین رو، کنزیم ای رو به ترای ایسیل گلایسرول هم میتونه تبدیل بکنه و هم در یک روند دیگهی به ATP تبدیل میشه که انرژیه. اما از این طرف فتی اسید هم به همین ترتیب. خب فتی اسید توسط CPT انزایم وارد سلول میشه و میاد در داخل میتوکندری به صورت فتی ایسیل کوانزایم ای هست که طی روندی به نام بتا اکسیدیشن تبدیل به استیل کوانزیم ای میشه که اونم باز در سیکل کرپس یا سیتریک اسید یا سیکل کرباکسیلیک اسید هم بهش میگن، تبدیل به ATP میشه و مورد مصرف قرار میگیره. این کارو قلب میکنه و بنابراین در نظر داشته باشید که الان دو تا مطلب من خدمتون گفتم، یکی منبع انرژی قلب تا سن 55 سالگی و یکی وجود DHA یعنی اومگا 3 که وقتی در غشاء سلول های یعنی عضلانی قلب باشه فانکشن اینو بهتر انجام میده. حالا یه مطلبی در مورد این پوشش یا دیستریبیوشن در واقع اومگا 3 که در داخل فسفولیپید هست در مغز اینجا خدمتتون بگم. مغز یه ارگانیه که بالاترین مقدار چربی رو داره، یعنی 60% مغز چربیه. خب 50% این 60% در حقیقت پالی آن سچوریتد فت، که چه بهتر اینا EPA و DHA باشه. البته شما ممکنه بگید که خب آلفا لینولئیک هم میتونه باشه، ولی در مغز آلفا لینولئیک اونقدر فانکشنال نیست که DHA هست. خب یک سوم این فتی اسیدا در بخش خاکستری مغز و اومگا 3 است که از همین مواد غذایی اینا تامین میشه. مجدداً اسیدهای چربی که در بخش خاکستری مغز است، یعنی همین قسمت بیرونی که کورتکس مغزه، یعنی دندریت ها و جسم سلولی هست و این قسمت سفید مغز آکسون ها هستن، ما 25% DHA داریم، 25% استریک اسید داریم که یک چربی اشباع شده است که چربی بدی نیست ولی چربی خوبی هم محسوب نمیشه. یعنی قبلا هم توضیح دادم مقدار LDL یا کلسترول رو بالا
میبره ولی اچ‌دی‌ال هم بالا میبره. به همین دلیل زیاد مورد توجه از نظر بد بودنش نیستش. 14% آراکیدونیک اسیده که روغن آراشید هم شاید میگیم ما، و 12% هم اولیک اسیده. اینها اسیدهای چربیه که ساختمان دنی در قسمت کورتکس مغز، در ساختمان دندریت ها و جسم سلولی در قشاشون شرکت میکنن. حالا 70% بخش خاکستری مغز فاسفولیپیده. فاسفولیپید دیدید که دو تا فتی اسید بهش چسبیده و یه دونه گروه فسفات. بنابراین اینجا فتی اسید ها همراه با فاسفولیپیده. من عرض میکنم وقتی اومگا 3 مصرف میکنید این کپسول ها فاسفولیپید ندارن، ولی تخم مرغ داره، و شما حالا از جاهای دیگه مثل آجیل میخورید فرض کنید، یه مقدار اونها لسیتین دارن، فاسفولیپید ها وارد بدنتون میشه، حتما باید از جاهای دیگه تامین کنید که این اومگا 3 بتونه همراه فاسفولیپید در بخش خاکستری مغز باشه. بخش سفید مغز که اکسون ها هستن، خب مقدار فسفولیپیدها کمه به خاطر اینکه گلایکولیپیدها اونجا بیشترن، و همینطور بخش خاکستری مغز 30% فاسفوتایدلکولین داره. این فاسفوتایدلکولین یکی از مواد حیاتی برای مغز، برای جلوگیری از آلزایمر، برای فانکشن مغز، برای تیزهوشی و هوشیاری. قسمت سفید مغز که خب عرض کردم آکسون ها هستن، 10% فاسفوتایدلکولین داره که اونجا هم این موثره، ولی برای در واقع واکنش های سلول های مغزی در قسمت دندریت ها و جسم سلولی فاسفوتایدلکولین خیلی ضروریه. اما DHA همون دایکوزاهیدرونوئیل اسید که اومگا 3 هست در سیناپس ها. سیناپس دوستان اگر میدونن که چه خوب، و اگر نمیدونید، انتهای سلول عصبی مغز به نام آکسون که در انتهاش به یه دندریت دیگه که اونم انشعابات جسم سلولی یک نورون دیگه است وصل میشه. ارتباطات این دوتا از طریق ترشح ماده شیمیایی. وقتی یک سلول نورون تحریک میشه، انتهاش حتماً استیلکولین ترشح میشه و به اکتیف سایت های مقابلش میره و مچ میکنه، و اون بیت خبری و اون خبر یا تحریک منتقل بشه به یه سلول دیگه. وجود DHA و آراکیدونیک اسید به مقدار زیادی تجمع پیدا کردن در این قسمت انتهایی اکسون ها، خب، و در این سیناپس خیلی نقش دارن، و این سبب فانکشنالیتی بهتر این نورون ها میشه، انتقال در واقع بیت های خبری، تحرکاتی که روی اعصاب هست و به سرعت منتقل میشه بدون وقفه. خب مسلما مصرف دارو، مصرف الکل، خیلی چیزهای دیگه که حتی مواد بیهوش کننده اینجا اثر میکنن و بلاک میکنن این نقاط رو، و دیگه این فعل انفعالات شیمیایی عبور نمیکنه، انجام نمیشه، و در نتیجه اون بیت های خبری که از یک سلول به سلول دیگه میاد کم و یا متوقف میشه. خب من اینجا یه مقدار راجع به کلسترول هم صحبت بکنم. کلسترول جزء ترای اسید گلیسرول ها یا تریگلیسیرید ها نیست، یعنی یه ساختمان استرولی داره، ولی جزء مواد چربی که در مواد غذایی ما هست، و یکی از اساسی ترین کامپوننت های غشای سلولیه. کلسترول به هیچ عنوان سمی نیست. کلسترول ضروریه و باید به تجدید سلول ها، تکثیر سلول ها کمک بکنه. خب و اینجا در غشا من به صورت این چند تا چیز نشون دادم که به کمک فاسفولیپید ها این غشا رو محکم میکنه، و در این حال انعطاف پذیر، چون اگر انعطاف پذیر باشه محکم نباشه، خب به راحتی میتونه پاره بشه
و حتی شما شاید زیر میکروسکوپ دیدید که یک سلول مثلا تخمرک رو وقتی بخوان چیزی تزریق بکنن از ژنتیکی، سوزن تا یه حدی میره و اون مقاومت میکنه تا اینکه بالاخره اون قشا رو میتونه پاره کنه و بره و چیزی رو تزریق بکنه. به همین دلیل این کلسترول خیلی مهمه در قشا و در انتقال چربی ها و خود کلسترول به صورت لایپوپروتئین ها. خب ما در واقع 16 نوع کلسترول داریم که البته بیشتر LDL و HDL رو میشناسیم، یعنی به اون بیشتر توجه میکنیم. و میدونید که کلسترول اصلا تو آب حل نمیشه، حتی توی حلال هم حل نمیشه به راحتی. یعنی من خودم روش کار کردم، به سختی تونستم تو هگزان حلش کنم، یعنی باید حرارت بدید تا حل بشه. بنابراین کلسترول نمیتونه در جریان خون راحت عبور کنه، برای اینکه خون یک مایع پولار هست و این بسیار نامپولاره، یعنی غیر قطبیه، و در نتیجه انگارش که شما بخواید گچ رو وارد جریان خون بکنید، کلسترول همونجا در جا رسوب میکنه. کلسترول باید توسط پروتئین و فسفولیپید ها احاطه بشه و این قشایی که وجود داره چون آب دوسته میتونه توی جریان خون به راحتی حرکت بکنه بدون اینکه رسوب پیدا بکنه. بنابراین ما اینجا وقتی صحبت از کلسترول میکنیم، منظورمون لایپوپروتئین ها هست. خب یعنی همراه با پروتئین و لیپید. در این شکل البته نشون داده چندین نوع ما VLDL داریم که Very Low Density Lipoprotein هستن، IDL داریم که بهش Intermediate Density Lipoprotein بهش میگن، بعضی جاها Medium Density میگن بهش، و چندین نوع LDL داریم و همینطور چندین نوع HDL. حالا برگردیم از اول ببینیم که اینا چی هستن. یکی از این لایپوپروتئین ها کایلوماکرونه. کایلوماکرون در واقع یک ساختمانی داره، این ساختمانی که الان اینجا میبینید خیلی مچوره، ولی این لایپوپروتئین های در واقع کایلوماکرون ها اندازه بسیار بزرگی دارن نسبت، ببینید این اندازش اینجا نسبت به VLDL IDL و LDL چقدر بزرگه. اینا در جداره روده درست میشن، یعنی یه قشای در واقع فاسفولیپیدیه با کلسترول و در درونش به مقدار زیادی تریگلیسیراید هست. یعنی اینها کلسترول و تریگلیسیراید رو از روده جذب میکنن به روش دیفیوژن بسیار ساده و اینو در خودشون نگر میدارن. در حدود 90% محتوای کایلوماکرون ها کلسترول هست و مقدار کمی تریگلیسیراید هست و مقدار کمی کلسترول. خب به همین دلیل حجم این خیلی زیاده. این ابتدا از طریق سیستم لنفاوی در واقع میاد و در غدد لنفاوی حتی پروتئین های جدیدی رو میگیره، به این معنا که تنها پروتئینی که در این اول هست پروتئین ایپوپروتئین B48 بهش میگن و بعد پروتئین ای و سی تو رو در حالی که در غدد لنفاوی هست و بعد وارد جریان خون میشه میگیره و به این ترتیب مچور میشه. اینجا شکل مچورشه، یعنی شما ایپوپروتئین سی ای ای و بی 48 رو با هم دارید، قسمت بیرونیش در واقع یک لایه فسفولیپیده، در داخلش تریگلیسیراید و کلسترولی که به صورت استر در اومده. خب کار این اینه که میاد در جداره عروق و حتی در همون جریان سیستم لنفاوی تریگلیسیرید رو به بافت ها میده. خب و وقتی وارد سیستم جریان خون میشه مقدار زیادی از این تریگلیسیرید ها رو از دست داده و حجمش کوچکتر میشه و بعد طبعا میره به کبد و در کبد این VLDL درست میشه. در واقع این در کایلوماکرون ها در روده درست میشن و VLDL در کبد درست میشه.
که در کبد به مقدار زیادی حالا کلسترول داره و مقدار کمی تریگلیسیراید داره و این از کبد وارد جریان خون میشه و در اونجا تبادل میکنه یه مقدار زیادی از گلیسریدهاش و تریگلیسریدهاش با بافت‌های جانبی و از دست میده و اندازش کوچکتر میشه و حتی یک سری پروتئین از دست میده، مثلا سی تو رو در این مرحله از دست میده و تبدیل به IDL میشه، یعنی Intermediate Density Lipoprotein. دوستان زیاد نگران اینا نباشید، اینا یه مقدار تکنیکیه، منم خیلی هم توش نمیرم و به خاطر اینکه فقط مراحل اینو خدمتتون بگم، به همین ترتیب IDL مقدار کلسترولش بیشتر و تریگلیسیریدش کمتر، تو این چرخه باز یه مقداری تریگلیسیرید و کلسترول رو مبادله میکنه، میره به کبد و اون چه که نهایتاً نقش اساسی رو در دلیوری کلسترول داره LDL هست. LDL تنها یک پروتئین داره، اونم بتا پروتئینه، بتا 100. این مثلا ساختمان LDL که این پروتئین ها و این قشای بیرونی که لیپوپروتئینه از فسفولیپید ها تشکیل شده، این هایدروفیلیکه و در نتیجه میتونه در خون جریان داشته باشه، خب، و در داخلش کلسترول به صورت استره و تریگلیسیرید ها هم وجود داره، درسته؟ اینجا هم یه شکل دیگه از این هست که اگه بخواید باز میتونیم بیشتر راجع به این صحبت کنیم، ولی نقش لیپوپروتئین لو دنسیتی در اینه که کلسترول رو به اندام ها برسونه، یعنی از کبد که میاد جریان خون میره به بافت ها، این رو تحویل سلول ها و بافت ها میده. البته اینا همه مکانیزماش روشنه، ولی اینجا شما در نظر بگیرید که کلسترول اینجا به صورت یک مسافر عمل میکنه، نه به عنوان یه راننده، به این معنا که فرض کنید، حالا من یه مثال میزنم برای درک بهترش، فکر کنید از یه فرودگاهی یکی سوار ماشین میشه، میخواد بره دم خونش، به عنوان مسافر یه راننده ای هم داره، این میاد تا دم خونه، اگر جی پی اس درست کار کرده باشه، درست دم خونه وایسه، این آدم میتونه بره تو خونه و مورد خب بالاخره جاش قرار بگیره. حالا فرض کنید که این کلستروله و درست رفته به بافت، کلسترولش رو تحویل داده. اگر این مسافر و اون ماشینی که این مسافر رو هم میکنه مشکلی داشته باشه یا حتی جی پی اسش درست کار نکنه، بره یه مقدار اون ورتر وایسه و جلوی خونه وای نسه، اون در خونه باز نمیشه براش، اون مسافرش اونجا پیاده میکنه و خودش میذاره میره. یعنی چی؟ یعنی کلسترول فرض کنید در اون طرف قشای آنتیما، یعنی در مثلا پیاده رو وایساده و بلا تکلیفه، ولی یک ماشین دیگه ای هستش که به نام HDL، اون های دنسیتی کلستروله، اونم از فرودگاه میاد و این مسافرهایی که معطل هستن و جایی ندارن برن و اونجا انقدر موندن که میتونن خیابون رو بند بیارن، یعنی باعث باریکی این مویرک ها بشن، میاد اونها رو جمع میکنه برمیگردونه خود فرودگاه. همین کار رو در واقع ببینید LDL و HDL میکنن. LDL وظیفش اینه که کلسترول بیاره به بافتا تحویل بده، ولی یه جا اگر نقصی به وجود بیاد، یعنی فرض کنید در ساختمان این قشا مثلا همون ترانسفت ها باشن، ساتوریتد فت ها زیاد باشن و دی اچ ای کم باشه، در نتیجه این فانکشنش عوض میشه، پولاریتیش عوض میشه، کارشون نمیتونه خوب انجام بده. یه دلیل دیگه ممکنه اکسیده بشه، یعنی LDL هم میتونه کلسترولش اکسیده بشه، من یه زمانی روی این کار کردم، به تبدیل بشه به 25 هایدروکسی کلسترول که بسیار خطرناکه، یا فتی اسید هایی که به صورت استر با کلسترول در اومدن اکسیده بشن، و یا همینطور پروتئین، یعنی اگر پروتئین ایپوپروتئین 200 اکسیده بشه، این LDL
که ما میگیم کلسترول بد واقعا بد نیست، اما بد میشه زمانی که اکسیده بشه فتی اسیداش، پروتئینش، و یا بد بشه به خاطر اینکه ترانسفت یا چربی های دیگری درش باشن و فانکشن اینو از بین ببرن. و HDL در واقع کاری که میکنه این کلسترولی که نتونسته وارد بافت بشه و در جداره عروق قرار گرفته اینا رو جمع میکنه و برمیگردونه به کبد، که به این ترتیب بر بخش زیادیش از طریق بایل داکت و صفرای ما از طریق روده خارج میشه. معمولا در حالت عادی 55% کلسترول و تریگلیسیرید ها میتونن از روده دو مرتبه جذب بشن و 45% دفع میشن. و اینجا من یه مقدار توضیح دادم اینو، البته باز دو مرتبه یه شکلی اینجا هستش که همین LDL رو بهتر نشون میده. شما ببینید یه پروتئینی دارید که این هایدروفیلیکه و این قشا هم که فسفولیپیده، اینا چربی هستن و اینا هم بخش فسفاتن که آب دوستن. بین اینها کلسترول آزاد هست که اینو قوام میده این قشا رو. اینا در حد مایکرونن، اینا نانو پارتیکلن در واقع. و قسمت مرکزی این LDL یا کلسترول، شما کلسترول دارید که با فتی اسیدها به صورت استر در اومده و اینا هم که گفتم به صورت یه مسافر نقل مکان میکنن و تحویل یه جایی داده میشن و اگه خوب عمل نکنن اونجا دیپو میکنن این کلسترول رو و همون گرفتگی عروق اینا به وجود میاد. خب یه موردی که میخوام اینجا نشون بدم کلسترولیه که اکسیده میشه. حالا کلسترول چطوری اکسیده میشه؟ اگر شما از مثلا بیاید از پی، دنبه و چربی حیوانی، کره حتی، استفاده بکنید برای سرخ کردن، انقدر حرارت بدید که کلسترول شروع بکنه اکسیده کردن. یه جدول اینجا هستش که مقدار اکسیداسیون کلسترول رو، در واقع منظورم اینجا باز LDL، چون خود کلسترول به تنهایی نیست، مجموعاً کلسترولی که در داخل LDL هست، وقتی مقدار اکسیداسیون کلسترول بالا میره، مقدار کرونری آرتری دیزیز و یا هارت دیزیز بالا خواهد رفت. یعنی اینجا به نسبت 8 تا 32 در واقع واحد پر میلی مول، که اگر به 96% حتی این برسه، 100% این بیماری خودشو غلبه میکنه. بنابراین اکسیداسیون چربی ها، اکسیداسیون کلسترول بسیار نامتعارفه و ضرر زیان داره و سبب نهایتاً کلاگینگ این مورک ها میشه در بدن. خب اینجا من یکی دو نکته میگم دیگه صحبت هامو تموم میکنم. قبلا گفتم که کووید 19 رو با لیپوپروتئین یا لایپوپروتئین A در ارتباط میدونیم. اولا LDL خب ایپوپروتئینش 200 ولی بهش یه پروتئین دیگه اضافه شده به نام ایپو A که اینا این دوتا پروتئین یه بریجی با هم دارن لینک شدن و الان یک دونه لایپوپروتئینی به وجود اومده که یه مقداری نامتعارفه. حدود 20-30% مردم دنیا به طور ژنتیکی این لایپوپروتئین A رو دارن. خب لایپوپروتئین A یکی از عوامل اینفلاماتوریه و حتی در درجات بالا سبب لختگی خون میشه. خب تحقیقات نشون داده که این بیماری کووید 19 مقدار لایپوپروتئین A رو افزایش میده در بیمار. خب البته اینو خدمتتون بگم که این نهایتاً منجر به لختگی خون میشه و خیلی از ارگان‌ها رو از کار میندازه و بسیار از بیمارها به خاطر این فوت میکنن. حتی بعضی از واکسین‌ها،
البته اینو من میگم فقط ارتباط دارم میدم قطعی نمیدونم مثل آسترازنیکا اینا بعد از اینکه تزریق میشن نشون دادن یک در 100 هزار ممکنه یک نفر دچار لختگی خون بشه و از بین بره خیلی از افرادی که به طور ژنتیکی مقدار لایپوپروتئین ایشون بالاست و کووید اون رو هم بیشتر میکنه امکان لختگی خون رو بالا میبره خب اینو دکتر سیمیکاس از دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو روش خیلی کار کرده پیپرش هم داره در میاد ولی این از انتشارات درونی دانشگاه ها فعلا در اومده که من به صورت خبری اینو خدمتتون دارم عرض میکنم تا اینکه اگر پیپرش منتشر بشه یه چیز قطعی خواهد بود که این ارتباط رو یه دی که روش کار میکنن قطعی میدونن خب عرض کردم که این به صورت ژنتیکی در خیلی از افراد هست حدود 20 تا 30 درصد مردم دنیا لایپوپروتئین ای رو دارن و با کووید این بیشتر هم میشه خب و نهایتا سبب اینفلاماتوری میشن و در واقع میتونن سبب لختگی خون هم بشن کسانی که یه بار استروک گرفتن با وجود این لایپوپروتئین که اگر در خونشون زیاد بشه 12 برابر در واقع به لختگی خون میتونن مبتلا بشن من اینجا صحبتم رو تموم میکنم مسائلی که در رابطه با مصرف روغنها تخم کردنشون یا هر چی که در این ارتباط هست من اینجا مطرح نکردم حتی در مورد دیپازیت فتها چون وقت کم هست و اونا رو اگر دوستان سوالی داشته باشه در خدمتشون هستم خیلی ممنونم آقای دکتر جهانی اول متشکرم بسیار بسیار مطالب جالبی بود دوستان عزیز ما یک 5 دقیقه بریک میدیم یک نفسی تازه بکنید ولی لطف کنید 5 دقیقه دیگه برگردید که بخش اون سوال و جواب رو خواهیم داشت و اطمینانم دارم که سوالات فراونی خواهد بود در رابطه با موضوعی که آقای دکتر جهانی مطرح کردن فقط برای اینکه یک بریکی داشته باشیم آقای مهندس عزیزی موافقید که 5 دقیقه به اصطلاح نفسی تازه بکنیم بعد 5 دقیقه دیگه دوباره بیان جلسه که اون بخش سوال جواب رو داشته باشیم بله حتما خیلی هم ممنون و همینطور آقای دکتر جهانی خیلی ممنونم من میبینم آقای مهندس و آقای سراج دستشون بلنده احتمالا کسای دیگه هم هستن در این که بتونم این دو نفر که حالا در رزرو هستن نفرات اول در این که بتونیم بهتر اینو کنترل کنیم من پیشنهاد میکنم که در قسمت چت هر کسی سوال داره فقط اسمشو بزنه مثلا آقای مهندس یا اصلا خودم بگم محمد من فقط بزنم محمد بعد این به ترتیب میاد و از رو همون اسم من میتونم بخونم بله من میگم روی روال قبلیمونم من مال اونایی که دست بلند میکنه از طریق همون رئیس هند من اینا رو کنترل میکنم و یکی یکی میارم بعد شما در واقع اون قسمت چت رو لوت میکنید چک میکنید که من دیگه کنترل دو تا رو نمیتونم داشته باشم اگه اشکالی نداشته و دوستانی که سوال دارند 5 دقیقه دیگه ما اون بخش سوال و جواب رو شروع خواهیم کرد اینی که یک بریک 5 دقیقه بدیم که دوستان یه نفسی تازه بکنن و بعد از 5 دقیقه دیگه میام خدمتتون خیلی ممنونم
ناگهان همه چیز ساکت شد دوستان عزیز. صبر کردیم که اینکه بالاخره یکی شروع کنه. ریلکسیشن شد. بکنم 5 دقیقه سپری شد جناب مهندس محقق. حالا ببینیم آقای حمیدی کجاست. ببینیم. اگر آقای دکتر حسن استاد که آمدن جناب دکتر جان. سلام علیکم دوباره میبخشید. خیلی ممنونم. به هر حال یک نفسی تازه شد آقای دکتر جهانی. بی‌نهایت ممنونم از لطفتون. و الان ما رسیدیم به اون بخش سوال جواب. در نتیجه من از طریق دوستانی که دست ریس هند کردن از بخش ریاکشن در قسمت پایین، که اگر قسمت پایین دست راست رو نگاه کنی بخش ریاکشن داره که اگه کلیک کنید دیگه اون قسمت ریس هند هست برای دوستان که میتونن به اصطلاح اونو ریس هند بکنن و بعد میبینم که من بعدن بتونم به اصطلاح بیارم توی برای سوالی که دارم. بعد آقای مهندس عزیزی هم که چک میکنه اون بخش چت و اگر از اون طریق به اصطلاح چیز باشه بعدن به اونم میپردازیم. آقای مهندس صدر لطف کنید که سوالتون رو مطرح کنید. خیلی ممنونم. با درود و سپاس و سپاس فراوان جناب دکتر جهانی اول برای پرزنتیشن بسیار اینفورماتیوتون. من عرض کنم خدمتتون که 2 تا سوال دارم. یکی این که اشاره کردید که اومگا 3 باید با اون در واقع عامل بعدی، حالا فوسفولیپیدو یا هر چی که اسمش تو اون زمینه بود، من یادداشت نکردم ببخشید، باید باشه که بتونه مفید واقع بشه. ولی من یاد ندارم که شما اشاره کرده باشید که اون بخش دوم رو از طریق چه مواد غذایی ما میتونیم بگیریم، یا قرصش وجود داره یا نداره، یا چطوری که بتونیم میکس کنیم با اومگا 3. و سوال دوم من این هست که اون به اصطلاح نوع A رو که گفتین بعضی ها ژنتیکی دارن، اون رو آیا آزمایش به خصوصی داره براش که میشه توی اون آزمایش مشخص کرد که آیا کسی اون عامل چربی رو داره یا نداره و چگونه است؟ سپاسگزارم. خواهش میکنم. در مورد سوال اولتون ببینید که یکی کریل اویله که همراه با فسفولیپیده، یعنی هم اومگا 3 هم فسفولیپیدش هست. ولی اونایی که شما به صورت کپسول میگیرید و میگه اومگا 3، اونا فسفولیپید عرض کردم که ندارن. حالا فسفولیپید یه اسم دیگهش لسیتینه. لسیتین در زرده تخم مرغ به مقدار زیادی هست، یعنی حتی بیشتر از سویبین اویله، چون سویا اویل هم که شما آشنایی دارید اونم لسیتین داره، ولی مقدار فسفاتیدیل کولینش پایینه. 18% فسفاتیدیل کولین داره. خب در تخم مرغ این به 35% هم حتی میرسه، یعنی منبع خوبش تخم مرغ. و شما میتونید این رو چه گیاهی چه حیوانی شد، نمیدونم حیوانیش در دسترس باشه، ولی به عنوان لسیتین از داروخانه ها بگیرید. ولی سورس غذاییش عرض کردم تخم مرغ و نات ها. تمام نات ها از جمله همین ایرانی ها، یکی از حسنای خوبشون اینه که همیشه آجیل خونه هاشون هست، اگر شور نباشه و رستد نباشه که اغلب هست، اونا خب همشون فسفولیپید رو دارن. خب بعد چیزی مثل تهینی فسفولیپیدی مقدار داره. تمام این سیت ها یه مقداری دارن، اما بیشترین مقدار در تخم مرغ و نات هاست. و همینطور اگر کسی ماهی رو به صورت
درسته، یعنی به جای اینکه اومیگا 3 رو از بازار بگیره به صورت کپسول، اگر ماهیای مثل سالمون، مثل مکرل، خب اینها و همینطور تروت، قزلالا، اینا در مارکت هستن، اینا همشون حاوی اومیگا 3 بالا هستن، مخصوصا وایلدا، و به همراه اینها فاسفولیپید هم هست. بیشتر من مایل بودم به دوستان بگم که به جای اینکه کپسول، حالا کپسول خیلی مسئله داره، یکی از دوستان عزیز من آقای دکتر عزیزیان روی اکسیدیشن همین اومیگا 3 ها کار کردن و حتی نمونه های این رو در فریزر گذاشتن و هر روز تست کردن، دیدم مقدار اکسیدیشن این هی میره بالا، یعنی از مقدار دیچه هی میاد پایین. خب شما نمیتونید جلوی این اکسیدیشن رو بگیرید، ولی حالا من پوینتم اکسیدیشن نیست و اینها در مورد این کپسول ها صدق میکنه، اما وقتی به صورت فاسفولیپیده، یعنی در زرده تخم مرغ، نات ها و خود موجودات دریایی و اونایی که رایجه خوردنش، در همشون هست، در ساردین هست، در هرین هست، حتی در خرچنگ هم به مقداری هست، یعنی و در شریمپ و اینا، اگر اینها مصرف بشن، که البته اینا همه که دریایی هستن کلسترول بالا هم دارن، فسفولیپید به همراه اینا میاد. این یک، بس اینا منبع اون هستن. اما در مورد LDL یا لایپوپروتئین A که فرمودید، آیا تستی هست براش؟ ببینید، معمولا برای سنجش لایپوپروتئین ها از NMR استفاده می کنن. برای اندازه گیریشون هم NMR هم یه وسیله به نام مستر سایزر هست استفاده می کنن که تشخیص می دن. من نمی دونم از نظر پزشکی، چون در اون رده نبودم و کارم نکردم، که پزشک چه چیزی رو توصیه میکنه، چه متدی رو، چه آزمایشی رو که اینو بسنجن، یعنی بفرستن آزمایشگاه و آزمایشگاه صرفا روی اون لایپوپروتئین A کار کنه و بگه شما به طور ژنتیکی اینو دارید یا نه. ولی به احتمال زیاد خیلی ها دارن. 1.5 میلیارد انسان روی زمین اینو به صورت ژنتیکی دارن و اگر کووید بگیرن این مقدار طبعا بالاتر میره و خطر انعقاد خون اینا هم هست. جوابتون این است که نه، من نمیدونم چه آزمایش مشخصی، ولی میدونم که با NMR میشه تشخیص داد. حالا پزشک چه چیزی رو توصیه میکنه اونو خبر ندارم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم محمد صدر. آقای دکتر سراج بفرمایید، خواهش میکنم. آرام سلام میکنم حضور جناب دکتر. اینکه خیلی استفاده کردم، در ضمن این رو میخواستم عرض کنم که به وجود کسانی مثل حضرت عالی واقعا من افتخار میکنم و امیدوارم که همیشه سالم باشید. اما سوالی که حضورتون من دارم، خواستم ببینم این عمل ترانسژنیک که الان باب شده در واقع و روغن‌هایی که به بازار میدن تا چه اندازه مورد اطمینان هست، اینا رو بفرمایید. عرض کنم که من فقط یه نمونه خدمتتون میگم که ببینید این تاثیرش چیه. در سال 1971 دو تا از اساتید دانشگاه آلبرتا و ببخشید مانیتوبا اومدن دو تا گیاه رو، لینسید و یکی هم از خانواده خرده ماستر، گرفتن و اینو یه هیبریدی ازش درست کردن. این هیبرید مثل همون کارهایی که آقای مندل در ژنتیک میکرد و در روی گیاهان، روی لوبیاها، اینا هم اومدن در واقع ریپسید رو که روغنش هم در اروپا لینسید میگن، این رو گرفتم با یک گونه خردل، اینا رو ترانسژنیک کردم و یک گیاهی به نام کنولا درست کردم که چون در کانادا
این تولید شد اسمش رو گذاشتن کنولا. حالا چرا این کارو کردن؟ برای اینکه ریپ سید اویل یا همون لینسید این به مقدار زیادی اوریسیک اسید داره، 10% اوریسیک اسید داره که 21 کربن است و ضرر داره برای سلامتی. بنابراین این روغن اصلا قابل استفاده نبود، ولی اینا اومدن این ترانسفورمیت رو انجام دادن، اوریسیک اسید رو تبدیل کردن به اومگا 3 به آلفا لینولنیک اسید. خب و مقدار اوریسیک اسید رو رسوندن به 1%، به صفر نرسوندن. هنوز هم دارن روی این کار میکنن. نمیدونم صدای منو دارید یا بکنم. بله من دارم میشنم، ولی خب مثل این که درسته پارازیت شد. الان درسته، بفهمید. به این ترتیب کنولا اویل که یک ترانسجنیک هست به صورت طبیعی هیبرید شده، مثل همون کارهایی که تو کشاورزی دوستان پیوند میزنن و ژن‌ها رو با هم مبادله میکنن. البته این تلقی انجام شده، پیوند نبوده و این هیچ خطری هم نداره، یک کار خوبیه. و به اضافه اینکه معمولا روغن‌ها چیزی که خطرناک‌تره در ترانسجنیک‌ها پروتئین‌ها هستن، یعنی اگر ساختمان اونها عوض بشه ما نمیدونیم پپتایدهایی که در واقع ما جذب میکنیم آخر سر به چه نحوی چه سرنوشتی پیدا میکنه. ولی در روغن یه چیز ساده ایه، یعنی یه تریگلیسیرایده و در طبیعت هم شما میبینید که این فتی اسید ها میتونن در پوزیشن های مختلف این گلایسرول قرار بگیرن و هیچ مسئله ای هم نداره. و اینجا یک اسید بد اوریسیک اسید حذف شده و یه اسید خوب جایگزین شده، بنابراین کنولا اول خیلی سیفه و خیلی نداریم. اما اگر میبینید که بعضی چیزها مردم اعتراض میکنن به خاطر اینه که این یه شرکتی هست به نام مونسانتو، این پاشو جلو میذاره، همیشه اینا رو انحصاری خودش میکنه به خاطر اینکه دفع آفتی که به کشاورزا میده برای یه سمیه که مثلا حشرات از بین ببره و ممکنه حتی بیاد یه تغییر ژنتیکی در پروتئین بده یا در یه جای دیگه بده که بتونه در مقابل حشرات حتی مقاوم باشه. اینجور چیزها تأثیری در روغن نداره. وقتی روغن رو از شما از هسته از سید میگیرید اون دیگه پروتئینی توش نیست و بنابراین باید خیالتون راحت باشه که روغن کنولا از روغن‌های سیف هست. منتها تمام روغن‌هایی که به طریق کولد پرس اول روغنشون گرفته میشه هیچ مشکلی نداره، ولی معمولا تو اون کنجاله یه مقدار روغن باقی میمونه. این روغن رو میان با هگزان یک حلاله استخراج میکنن، 20% روغن تو اون میمونه و اینو مجبورن استخراجش کنن. بعد با وکیوم این اواپوریت میکنن هگزانو و خارجش میکنن، ولی یه رزیجوالی داره، یعنی اینکه مقدار بسیار کمی تریسی از هگزان توی روغنا میمونه و هگزان یکی از مواد کارسینوجنیک محسوب میشه. بنابراین چقدر اینا خوب عمل کنن و اینو استخراج کنن اون بستگی داره به تکنولوژی. ولی اگر از اون صرف نظر بکنیم خصوص ترانسجنیک هایی که در مورد گیاهان انجام میگیره برای روغن عموما سیف هستن، ولی برای کارهای دیگه اونو من نمیتونم کامنت بدم. یعنی آقای دکتر ترانسجنیک اصولا کار خوبیه، اینکه ما فرض کنید که یک یا به طریق هیبرید یا به هر طریق دیگه ما بیاییم جنس رو عوض کنیم که فرض کنیم حشرات نیان و مشکل ایجاد بکنن، این مشکل ایجاد نمی کنه چون بدن ما اون گیاه رو که تولید کردیم نمیشناسه. عرض کردم ببینید مسئله که در مورد حشره مطرح می کنید خب یه بحث دیگریه، ولی این هیبرید رو برای بهتر کردن یک روغن استفاده شده، اون روغن
حتی در آزمایشگاه درست بشه خطرناک نیست. من اینو میخوام خدمتتون بگم. چون در روغن شما نه پروتئین دارید، نه اون سموم وارد میشه، نه اون ژن‌های دی ان ای وارد میشه. روغن یه چیز مستقلی از این هاست. حالا در اون مورد ممکنه اخلاقا خوب نباشه، از نظر علمی هم خیلی بحث هست، ولی خیلی هاشون بی ضرر هستن، خیلی هاشون هم ممکنه تاثیرات منفی داشته باشن، اون یه موضوع دیگری میشه. بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای دکتر استراج. ممنونم آقای حاتمیان. الو، مثل که صداتون بسته است. آقای حاتمیان، مثل که ایشون الان اویلیبل نیستند. آقای حاتمیان خواهش میکنم بفرمایید اگه سوالی دارید. با تشکر از آقای دکتر جهانی و همچنین از جناب علی. اولا چند تا سوال میتونم بکنم؟ تو من پنج تا سوال دارم ولی نمیدونم واقعا چند تا میتونم بپرسم و چقدر وقت میگیره که جواب بدم. مهمترینش رو لطف کنید اول بگید. مهمترینش خب همشون مهمن، ولی یکی این که بین روغن‌های نباتی مایع مثل روغن زیتون، روغن ذرت، آووکادو، نمیدونم هسته انگور و دیگه، اینها مشخص شده کدوم‌هاشون واقعا سالم‌ترن و یا بی‌ضررترن؟ اجازه و دوباره از سوال بکنم، حالا خارج از این مسائل مربوط به فرمولاسیون و اکیبای سیمه ایست که دکتر فرمودن، جنرالی ما چه غذاهایی یا چه میوه‌هایی یا سبزیجات، گوشت، ماهی، چه چیزهایی میتونیم بیشتر بخوریم یا کمتر بخوریم یا اصلا نخوریم که رعایت این چربی‌ها رو کرده باشیم در بدن؟ فعلا این دو تا سوال رو خدمتتون هست. خیلی ممنون. ببینید خب این سوال یه مقدار کلیه. من اگه بگم روغن زیتون خوبه، شما میگید کدوم روغن زیتون؟ آیا اکسترا ویرجین منظورتونه یا اکسترا لایت؟ و بعد برای چه مصرفی؟ برای سالاد میخواهید استفاده کنید؟ میخواهید با این پخت و پز بکنید؟ یا میخواهید برای فراینگ ازش یا سرخ کردن استفاده بکنید؟ قطعا روغن زیتون که اکسترا ویرجین هست هم خوبه هم بده. خوبیش در اینه که دو تا ماده خوب توی این هست، یکی آلفا توکافرول بهش میگن که این ویتامین ایه، و یکی هم یک هیدروکربنیه به نام اسکوئلین. این اسکوئلین در فین کوسه دیده میشه که خیلی ها از این بخصوص در شرق اینا رو میبرن باش سوپ درست میکنن، و اسکوئلین برای پوست خیلی مفیده. میگن اونایی که در مدیترانه هستن به خاطر مصرف روغن زیتون خب پوستای شفاف و خوبی دارن، دیرتر هم چروک میشن. ولی من اگر بخوام بگم روغن زیتون خوبه، اگر روی سالاد بریزید ممکنه طعم خوبی داره، ولی یادتون باشه که روغن زیتون از همون ابتدایی که هاروست میشه، از درخت میچینن خود زیتون رو، یک آنزیمی به نام لایپیز هست که شروع میکنه این تریگلیسیریدها رو هیدرولیز میکنه، یعنی فتی اسید آزاد درست میکنه. این فتی اسید وقتی آزاد میشه در یه مدت کوتاهی شروع میکنه اکسیده شدن. خب شما وقتی میرید روغن زیتون رو مثلا میخرید از یه هر فروشگاهی، خیلی هم به نظرتون خوب میاد، ولی این حداقل 20 تا 24 درصد پروکساید داره، یعنی فری فتی اسید هاش اکسیده شدن. خب از نظر تکنیکی اصلا خوب نیستیم، برای اینکه این تصفیه نمیشه. اما همین روغن زیتون اکسترا ویرجین رو اگر تصفیه بکنن، یعنی تصفیه این که معمولا یه روندی هست، میان با سود کاستیک اینو مخلوط میکنن، فری فتی اسیدها رو میگیرن و درجه اکسیداشون طبعا میاد پایین، و اون موقع قابل مصرف میشه برای پختن، برای سرخ کردن، که به این میگن اکسترا لایت. تو مغازه ها رنگش سبز دیگه نیست، به زردی میخوره. خب حالا
شما میگید آیا آووکادو خوبه، انگور خوبه، هسته انگور یا مثلا ذرت؟ آووکادو از نظر مقدار سچوریتد فت مثل روغن زیتونه، یعنی هر دو حدود 19% چربی های اشباع شده دارن. خب ولی همراه با این روغن در آووکادو هم ما آلفا توکافرول میبینیم، یعنی ویتامین A. روغن زیتون ارجحیتش به خاطر اسکوئیلین و آلفا چیز توکافروله و بعدیش روی فری فتی اسید هاست، اسید های چرب آزاد دیگه تو گلیسراید نیستن، چربی های درجه اکسیداسیون دارن، اگر توی گلیسرید باشن کمتر اکسیده میشن، اگر به صورت آزاد باشن خیلی سریع اکسیده میشن. و متاسفانه روغنایی که من حتی در ایران، روغن رودبار، روغن زیتون، همه اینا تا 27% پروکساید داشتن و اینا خب روغنای خوب نیستن. هر روغنی هم که فرض بکنید حالا در سطحی باشه که بره توی قشای سلول تو بافتا شرکت بکنه و اکسیده باشه طبعا چیز خوبی نیست. در مورد روغن هسته انگور، هسته انگور مقدار زیادی لینو لیک اسید داره، یعنی اومگا 6. خب اومگا 3 کمه، نسبت اومگا 6 به اومگا 3 نباید بیشتر از 1:4 باشه که اینو شما در فلکسید میبینید، در همون دونه های کتون و در کنولا. وقتی میاد به سویا نسبت خیلی زیاده، برای اینکه اومگا 6 ها مطالعات شده برای اینفلمیشن اینا زیاد مناسب نیست. بنابراین من اگر بگم خب کدوم روغن شما مصرف بکنید، اول میپرسم برای چی و بعد بگم اصلا نیتتون چیه. مقدار چه سچوریتد فت اگر بالا باشه خب زیاد جالب نیست. روغنی که شما اسم نیاوردید و خوبه روغن کنولاست، به خاطر اسمش خیلی ها فکر میکنن این روغن بدیه، فکر میکنن این ترانسجنیکه پس نباید بخوریم، ولی به خاطر اینکه سموک پوینت این، یعنی نقطه‌ای که دود میکنه روغن، بالاست، 232 درجه است، یعنی نسبت به حرارت مقاومه. با اینکه اومگا 3 داره و 10% آلفا لینولنیک اسید داره، آلفا لینولنیک اسید این باید خب اکسیده بشه دیگه، ولی خیلی اکسیده نمیشه. بنابراین من نمیتونم بگم چه روغنی خوبه شما مصرف کنید، باید ببینید برای چه کاری، برای پخت، برای سرخ کردن، برای سالاد و چی میخواید ازش انتظار داشته باشید، به چه دردتون میخواید. بنابراین حالا اگه خلاصه بکنم، روغن زیتونه اکسترا لایت برای پخت و پز و فراینگ، برای سالادتونم بب نداره که یه مقدار کمی اکسترا ویرژین استفاده بکنید، ولی فری فتی اسیدا و پروکسایدش بالاست. روغن آووکادو خوبه مثل روغن زیتونه، ولی روغن زیتون مقدار اولیگ اسیدش بالاست، حدود 71% اولیگ اسید داره که آووکادو نداره. روغن انگور مقدار لینولئیک اسیدش بالاست که همچین چیز جذابی نیست. سویا روغن بدی نیست، اینو میتونم بهتون بگم. اما اینکه چه غذاهایی رو بخورید، ببینید بستگی داره که در اون غذاها چی ریخته باشین. اگر روغن استفاده کردین خب باید مواظب اون روغن باشید، اما به طور طبیعی ناتها روغنشون خوبه، همین آجیلایی که میخورید. در مورد میوه ها روغنی ندارن اساسا، باشه در حد بسیار کمیه. خب بنابراین شما از میوه به عنوان یه سورس روغن هیچ وقت نباید استفاده کنید، اصلا نداره. ولی غذاها، تو اون غذاهایی که میپزید، اگه قرمه سبزی میپزید، سبزی ها رو با روغن نمیدونم فلان استفاده میکنید، باید مواظب باشید. خیلی الان شایع کردن که روغن کوکونات اویل خوبه. خب 95% کوکونات اویل سچوریتد فت، خب که البته بخشی از این مثلا تعداد کربونای C10 و C8، یعنی 8 کربون و 10 کربون که میدیوم چین فتی اسیدن و به سمت
شورت چین فتی اسیدا اونا خیلی بد نیستن، ولی خود لوریک اسیدش هم خوبه، اما به مقدار زیادی حدود 43% میریستیک اسید داره که برای قلب خوب نیست. خیلی حالا عقاید دیگه ای دارن، میگن برای الزایمر خوبه، استفاده میکنم. یه خانم دکتر این کاری، من وارد اونا نمیشم، ولی همینقدر میتونم بگم که روغن های تصفیه شده با نقطه دود یا سموکینگ پوینت بالا و روغن های رایج مثل کنولا، سویا، اینا خوبن. روغن های دیگه پیور باشن خوبه. اگر شما برید وجتبل اویل بگیرید، تو بازار وجتبل اویل از همش ارزون تره. از پسمونده تمام این روغن هایی که تو کارخونه ها میمونه، اینا رو مخلوط میکنن، توش کنولا هست، توش سویا هست، توش آفتابگردون هست، به عنوان وجتبل اویل میفروشن. خب اگر دوست داشتید اونم استفاده بکنید، ولی معلوم نیست، هویتی نداره. نمیدونم بیشتر از این اگر خیلی ممنون از توضیحاتون. بله خیلی مفید بود، ممنون. خواهش متشکرم آقای حاتمیان، خیلی ممنون. آقای مهندس کامیاب بفرمایید. با سلام مجدد و تشکر فراوان از سمینار بسیار بسیار آگاه کننده، مخصوصا الستریشنتون بسیار جالب بود، من خیلی لذت بردم، یاد گرفتم. امیدواریم که باز تکرار بشه در موارد دیگه. عرضم به حضورتون که یه سوال عمده، یعنی بیشتر سوالی که من داشتم تا حالا جواب داده شده، ولی به شما کدوم ترجیح میدید، روغن حیوانی یا روغن گیاهی؟ ببینید، و در ضمن شما فرمودید که روغن حیوانی اگر زیاد حرارت نبینه اوکیه. خب این حرارت منظورتون چقدره؟ تا چه اندازه ما میتونیم به اصطلاح به این حرارت بدیم که اکسیده نشه؟ خیلی متشکرم. این که من بگم روغن حیوانی بهتر از روغن گیاهیه یا بالعکس، هر کدوم محسناتی دارن و باید بهش توجه کرد. اولا روغن حیوانی تقریبا روغن نیم جامد یا جامده. اگر منظورتون چربی مثلا گاو یا گوسفنده، خب این یک روغن جامده و مقدار سچوریتد فت این خیلی بالاست. بنابراین از نقطه نظر سچوریتد فت طبعا مناسب نیست. خب به اضافه اینکه روغن‌های حیوانی کلسترول دارن، برای کسانی که خب بیماری کلسترول دارن اون اضافه میکنه مصرف کلسترولشون، از این جهت مناسب نیستش. روغن گیاهی به خاطر پالیان سچوریتد فت، یعنی اونایی که پیوند دوگانه داشتن مثل اومگا 3، اومگا 6 و اومگا 9، اینا همشون خوبن. اما در مورد حرارت دادن، اولا شما نباید بذارید که روغن از 165 درجه سانتیگراد بیشتر حرارت بدید. خب خیلی ها تو تاوه میخوان مثلا بادمجون سرخ کنن، میخوان یه چیزی سرخ کنن، یه مقدار کم روغن میریزن و حرارت رو میدن بالا و روغن در یک زمانی که از 165 درجه سانتیگراد بالاتر میره شروع به دود کردن میکنه. اون زمانی که روغن شدیداً اکسیده داره میشه. خب پس بنابراین شما باید چه روغن گیاهی چه حیوانی به این مسائل توجه بکنید. اما من یه چیزی در صحبتام خدمتتون گفتم، اون CLA بود، یعنی conjugated linoleic acid، گفتم این خیلی خوبه در لبنیات هست، یعنی چربی شیر، به شرط اینکه به گاو علوفه داده باشن، آنتیبیوتیک ندن. چون آنتیبیوتیک بدن اون میکروارگانیزما رو از بین میبره. آنتیبیوتیک چرا میدن؟ به خاطر اینکه هر گاوی در روز 30 متر مکعب گاز متان تولید میکنه و این اوزون هوا رو از بین میبره. به همین دلیل در کانادا اومدن آنتیبیوتیک میدن که این میکروبا از بین برن و گاز متان کمتر تولید بشه. وقتی میکروبا از بین میدن بایو هایدریجنیشن انجام نمیشه. در نتیجه سیله درست نمیشه که در شیر اون گاو باشه. جدیداً دولت کانادا اینو ممنوع کرده، یعنی استفاده از آنتیبیوتیک ها رو ممنوع کرده. حالا امیدوارم بعد از این لبنیات که در کنست پنیر مثل ماست، هرچی که با شیر گاو حالا چربیدار و بدون دادن آنتیبیوتیک به حیوان،
اگر درست شده باشه شما به مقدار زیاد این سیله رو دارید. این سیله رو هم سال 1987 اینو ارتش امریکا وقتی روی این کار میکرد، روی باربیکیو، روی استیک و اینا، میخواست ببینه چقدر سرطان‌زا است، این سیله رو پیدا میکنه و بعد میبینن که چقدر خاصیت آنتی اکسیدنتی داره و جلوگیری از سرطان رو میکنه و برای جوان موندن هم از این نظر خوب. خب من نمیتونم بگم که روغن حیوانی 100% بده، ولی هر چیزی رو به صورت مادریت باید مصرف کنید. یعنی اگر مصرف مثلا کره میخورید یا کامه میخورید یا پنیر میخورید، اینا در حد مادریت باشه و سورسش هم سورس مطمئنی باشه، چربیش خوبه، بی ضرره و چون کم میخورید طبعا سچوریتد فت هم کمه، ترنسش هم که عرض کردم ترنس طبیعیه و اونم مفیده ضد سرطانه. و در مورد حرارت دادن بهتره که از روغن، یعنی الان بهترین چیزی که در بازار میتونه باشه که فکر میکنم من خودم کم دیدم، یکی روغن بادوم زمینیه که این بالاترین نقطه سموکینگ یا سموکینگ پوینت داره در بین تمام روغن ها، اگه تصفیه شده باشه برای سرخ کردن عادی، ولی گرونه. بعد از اون کنولا اویل و سویا. بنابراین برای سرخ کردن شما سراغ چربی حیوانی نرید، به خاطر اینکه کلسترولش اکسیده میشه، به خاطر اینکه سچوریتد فتاش خیلی زیاده. من بیشتر از این وقتو میذاریم برای دوستان دیگه که اگر سوال دارن. اگر راضی هستید از پاسخ من که هیچی، اگر نه بفرمایید تا بیشتر توضیح بدم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم، اجازه بدیم که بقیه هم استفاده کنم. فقط یک نکته خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. ما میگیم روغن هسته انگور، بعد میریم در فروشگاه های معتبر هم یه شیشهشو به چند دلار میفروشن. آخه چقدر هسته انگور رو باید فشار بدید که اون روغن ور بیاد؟ آدم شک میکنه واقعا. عرض کنم یکی از چیزهایی که آقای مهندس حمیدی گفتن، در شرکت پاکتیس ارومیه میدونید که انگورها رو قبلا به شراب تبدیل میکردن، الان به آب انگور. پروژه ای ما داشتیم که از هسته انگور روغن کشی بشه. اینو با آسیاب، این کولد پرس رو اگر توجه سرچ بکنید میبینید که دستگاه‌هایی هستش که با فشردن اینها روغنشو میگیرن. وقت اگر تولید زیاد باشه اون روغن هم خیلی زیاده، نگرانش نباشید. ولی اون چه که در هسته انگور میمونه اونو با هگزان اگر استخراج بکنن، که من زیاد موافق نیستم، هسته انگور روغن بدی نمیتونه باشه، ولی نسبت به قیمتش و بالا بودن لینولئیک اسید که خیلی چیز قشنگی هم نیست، مصرفش چندان یعنی چی میگم واو فاکتور میگن، اصلا چیزی نیستش که آدم بگه خیلی عالیه. شما میتونید تمام چیزهایی که توی روغن هسته انگور است در روغنهای دیگه هم ببینید به عنوان تریگلیسیرید. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. من به توی لیست آقای دکتر نعمتی رو دارم، اگر لطف کنی شما از طریق چت آقای نعمتی بفرمایید. صداتون بسته از آقای نعمتی. بله خیلی ممنون، بفرمایید. ضمن تشکر از اطلاعات بسیار مفید و که برای سلامتی همش وابسته بود تشکر میکنم. سوال من این بود که جدیداً، یعنی این تحقیقاتی که راجع به اسیدهای اومگا 3 و اومگا 6 و اینا هست و ما خودمون هم روش انجام دادیم و اینها روغنهایی هستن که بیشترشون 18 کربن به بالا هستن. الان جدیداً یه چیزی تحقیقاتی نه آزمایشگاهی میدانی انجام شده که همین روغن نارگیل یا کوکونات رو چون چیز تعداد کربنای کمی دارن، یعنی شورت چیزاشون اسیدای چربشون، اینا رو میگن که راحت تر هضم میشه و باقی مانده ای نمیمونه. کتابی هم در این مورد نوشته شده،
واسم اینم در این مورد اطلاعاتی شما دارید در این مورد بفرمایید که ببینیم که اصلا اینا پایه و اساسی داره این تحقیقات جدیدی که دارن میکنن و یه مقداری بر علیه اون روغنهای مایه. البته اینو من اضافه کنم که روغنهای مایه نگهداریش در انبار بسیار ضعیفه، یعنی باید تازه بخرید روغن کنولا، کسی که میخواد مصرف کنه باید بخره یه ماه دو ماه یا حد اکثر سه ماه مصرف کنه دوباره یکی دیگه بخره. ولی روغنایی که مثل خب چستره مثل همین روغن نارگیل میشه مدت‌ها یه سال هم نگه داشت که یه مقداری پلیستر هستن. متشکرم. در این مورد اطلاعاتی دارید بفرمایید که بسیارم متشکریم از اطلاعات وسیعتون. منتها شما سوالا رو چنان کامل جواب دادید که همه سوالا روش جواب داده شد. متشکریم. تمنون کنم. ببینید در مورد کوکونات اویل عرض کردم که 95% کوکونات اویل سچوریتد فته. بنابراین طول عمرش زیاده. اکسیده راحت نمیشه. شما میتونید یه سال هم نگه برید و مشکلی نباشه. ولی مشکل سر واقعا saturated fat هست. از این مقدار که شما اشاره کردید medium و short chain fatty acid C8 و C10 یعنی 10 کربونه و 8 کربونه این اوکتانوید و دکانوید ها در واقع حدود 20% این 95% saturated fat هست. درسته که به صورت مایع است ولی saturated هست. یه سچوریتت فتا تو متابولیسم سخته، یعنی باید آنزیمش باشه که در واقع تمام اون روغنهایی که پیوند دوگانه دارن میتونن شکسته بشن با آنزیم و مورد مصرف قرار بگیرن. ولی اونایی که سینگل باند هستن مثل این C8, C10, C12, 14 و تا به بالا اینها شکسته نمیشن. کوکونات اویل تعداد کربن های چربی هاش یا فتی اسید هاش از 18 بالاتر نیست، محدوده. خب در گیاهان شما مثلا کنولا رو عرض کردم اونم 18 تاییه، ولی اومگا 3 به خاطر اینکه 10% آلفا لینولنیک اسید داره. خب اما شما میگید که تحقیقاتی شده که روغن کوکونات رو تبدیل کردم به اومگا 3. من اینو نشیدم و اصلا امکانش هم نیست. نه من یه همچین چیزی نگفتم جناب. من گفتم تحقیقات میدانی کردن، یعنی اومدن رفتن در مناطقی که این روغن زیاد مصرف میشه، مناطق حاره، دیدن که اینا قلباشون سالمتر از آمریکایی‌ها و جاهایی که این روغن الان بسیار روش تبلیغات شد که روغن های با باند بلند 20 یا 18 به بالا و چیز شده رقیق شده که به صورت مایع هستن تو حرارت اتاق، اینا رو خیلی روش تبلیغ شده، اومدن بررسی کردن این مناطق و با اون مناطق آمارگیری هایی کردن و یه تحقیقات پزشکی روش کردن که اونا قلباشون اغلب خیلی سالمتر در صده مشکلاتش نسبت به مناطقی که از این روغن ها مصرف میکنه. این چنین؟ خب ببینید کتابی هم نوشته شده. بله. خب چیزی که شما میگید اگر کلینیکال باشه باید دید که این به علت مصرف این روغن بوده یا عوامل دیگری دخالت داره یا چیزای دیگه‌ای که خوردن طول عمر اینا رو بیشتر کرده. خب این C8 و C10 در حرارت اتاق به صورت لیکویده، به صورت مایع است. اما اگر شما خود روغن کوکونات رو بخورید که خب اون سچوریتد فتاش خیلی بالاست، شما که استخراج نمی کنید. البته در صنعت C8 و C10 رو استخراج می کنن و اونو به عنوان چون شورت چین فتی اسید محسوب میشه بی ضرره حتی اگر سچوریتد باشه، ولی در فلیورینگ ازش بیشتر استفاده می کنن. حتی البته گرون هست و یه شرکت هایی حتی اینو برای پخت و پز هم توصیه میکنن. یعنی شما اگر
از این روغن مایع استفاده بکنید برای پخت و پز ضرری نداره، بلکه اکسیده نمیشه. این یه بحث دیگه است. ولی مطلبی که شما میگید من متاسفانه ندیدم. صداتون خیلی یواش شد. تجربه بهتر الان. اون تجربه الان بهتر شد. میدانی که میفرمایید من ازش آگاه نیستم و اگر پیپری هست در اومده من بدید مطالعه میکنم ببینم که واقعا فاکتور فقط کوکونات بوده یا در اون منطقه‌ای که اون اهالی زندگی کردن. خب از یه طرف میگن که ژاپنیا طول عمر بیشتری دارن، چرا؟ از ماهی ها استفاده میکنن، اونا اومگا 3 حساب کربن 22 و 20 رو دارن، به مقدار زیادی مصرف میکنن، طول عمر اونها، قلبشون. حتی ایندیانا تحقیق شده از سال 1970 به این طرف، سرخپوستای کانادایی که از ماهی ها در شمال کانادا استفاده میکنن قلبای خوب و طول عمر بیشتری دارن. اینها رو باید کازن افکت رو در واقع ما نگاه کنیم، آیا به خاطر مصرف این روغن بوده که اون آفریقایی ها قلبای خوبی داشتن یا عمر طولانی داشتن؟ شاید گیاهانی رو در کنار اون مصرف کردن که آنتی اکسیدنت های بیشتری داشته یا حتی اومگا 3 های گیاهی دیگه‌ای بوده که مصرف کردن. اینو من چون نمیدونم متاسفانه نمیتونم خیلی ورود کنم توش. بنابراین اگر شما منابعی دارید به من بگید. تشکر میکنم. خیلی ممنونم و متشکرم از لطفتون. من تا اونجایی که دیدم خانم دکتر امام قریشی دست بلند کردم ولی دیگه بعد آوردم پایین. به نظر میرسه که سوالش داشتن پاسخ داده شده، درسته؟ بله همینطوره. خیلی ممنون آقای دکتر جان ولی بسیار جهانی ببخشید جهانی اول جهانی اول ممنون ببخشید خیلی معذرت می‌خوام. شما بسیار کامل و جامع و خیلی انفورماتیو جواب دادین که بسیار عالی بود. خیلی چیزها رو یاد گرفتیم و شیمیمونم خوب شد. خیلی متشکرم. من همون راجع به تبلیغات اخیری که روی روغن نارگیل هستش میخواستم سوال کنم که شما پیشا پیش خیلی کامل پاسخگو بودیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. آقای مهندس ببخشید، آقای مهندس نوروزی هم به همین شکلی دست بلند کرده بودن ولی دیگه آوردن پایین. آقای مهندس نوروزی شما سوال داشتید؟ بنده سوالی نداشتم. در اون لحظه از این آیتم ریاکشن استفاده کردم و کف زدم برای آقای دکتر. هم تشکر از لطفشون و بسیار ارزشمند بود صحبتاشون، هم اون نکته من جو بیشترین چیزی که گرفتم و روش تاکید دارم و برام بسیار مهمه اینه که فرمودن که همه چیز رو به صورت مادریت مصرف کنیم. همه این موارد مزایا و معایب خودشونو دارن. این نوتریشنیست ها، این فروشگاه های مواد ساپلیمنت که میری مقالات مختلف همه میگن این خوبه اون خوبه این خوبه اون خوبه. واقعیت اینه که همه این آیتم ها هر چی طبیعی تر بهتر و اینکه مادریت مصرف بکنیم که اوریج مزایاش یه چیز مثبتی برای سلامتیمون باشه. من این رو فقط تایید کرده بودم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. من توی اون بخش چتش آقای مهندس‌عزیزی آقای مازیار رو میبینم ولی اگر هستن لطف کنید آقای مازیار. بله خواهش میکنم. خیلی ممنون از همگی به خاطر اینکه این جلسه رو فراهم کردن و به خصوص آقای دکتر که خیلی به درستی اشاره کردن و چیزای زیاد یاد گرفتم. من یه سوال شاید ساده تری دارم. میخوام ببینم که اصولا این قرص های ضد چربی مثلا همین روزوستاتین اینا چجوری کار میکنن توی بدن ما؟ آیا به سلول اطلاعات نادرست میدن یا به اون راننده تاکسی که داره اونا رو میبره اطلاعات نادرست میدن یا به تریگلیسیریدها دارن این کار شیمیایی میکنن و آیا اصلا اینا اثری روی بدن ما در دراز مدت میگذاره یا نه؟ این که میپرسن به خاطر اینکه تازگی دکتر من پیشنهاد کرده که هر شب یه دونه از اینا بخورم، در این ذره نگران شدن واسه همین مثلا تو این جلسه شرکت کردم که کارکرد چربی‌ها رو توی سیستم گردش خونمون و لابلای سلولامون بیشتر یاد بگیرن. خیلی ممنون از پاسختون پیشا پیش. ممنونم. ببینید من
جنبه‌های پزشکی این مسئله رو نمیدونم و کارم نکردم و حوزه منم نبوده. باز شما رو رجوع میدم به پزشکتون که از ایشون بیشتر مشورت بگیرید. متأسفانه چیزش هم متابولیسمش هم نمیدونم. بله. اثراتش هم آگاهی ندارم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم از دوست آقا مازیار. من دیگه سوالی رو نه در چت. آقای مهندس عزیز چیزی در چت میبینید که کسی سوالی؟ نه خیر، منم چیزی نمیبینم. بله، در نتیجه من اگر دوستانی هستن سوال داشته باشن که به هر حال یکی دو دقیقه دیگه فرصت داریم اگر سوالی هست. اگر نیستش که بله آقا خانم مهندس بفرمایید. من مجددا سلام عرض میکنم و تشکر میکنم. بسیار جالب بود این پرزنتیشن و ما رو خلاصه خیلی چیزایی که همه رفته بود عقب عقب آورد یه مقدار جلو، اطلاعاتی که خورد خورد داشتیم. ولی من حقیقتش این به عنوان سوال نمیخوام مطرح کنم، خواستم فقط چون بحثی که راجع به روغن کنولا فرمودید خواستم بگم که خب این کنولا واقعا یه هیبریدشن، همونطور که خودتون لطف کردین گفتین، یه دورگیری ساده است و هیچ مشکلی، خیلی از گیاهان ما دورگیری هستن و هیچ مشکلی رو نداره. بنابراین اصلا این سبک رو ما دکتر سراج هم خدمتشون بگم که این ترانسژنیک نیست. ترانسژنیک کلن مهندسی ژنتیکه که ژن رو وارد سلول میکنن. بنابراین ولی این نه، این شما یه مثل این میمونه که فکر کنید یه انسان یه اروپایی با یه آفریقایی ازدواج میکنه، خب ژنای اینا طبیعتا اون هیبریدی که به دست میاد یا اون بچه‌ای که دنیا میاد ژنش دستکاری نشده، مخلوطی از این و اون رو گرفته. بنابراین ولی ژن تغییر پیدا نکرده. اما اونی که دی ان ای یه گیاه رو وارد میکنن، با حالا بهش میگن تفنگ، وارد سلول میکنن، اون میشه ترانسژنیک، که اون خب زیر سوال هست که آیا میتونه مخاطره آمیز باشه یا نه. ولی خواستم بگم چون کنولا، ما خودمون هم کنولا مصرف میکنیم، کنولا بسیار همطور که آقای دکتر گفتن روغن خیلی خیلی خوبی هست و خلاصه جزء چیزایی که میشه آدم راحت و با خیال راحت استفاده کنه. سپاسگزار شما هستم. آقای دکتر بفرمایید. ممنونم، کاملا درست میگید. اون بخشی که ترانسژنیکه کاریست که این شرکت مونسانتو انجام میده، ربطی به اون کارهایی که تو منیتوبا انجام دادن نداره. در واقع گیاه رو اینا همیشه مونوپولی میکنن، نه فقط این ذرت، گیاهان دیگه میان دستکاری توی ژنتیک میکنن به عنوان اینکه اینو مقاوم در مقابل حشرات و اینا بکنن و اون قسمتش ترانسژنیکه. ولی در مورد همون هیبریدی که قبلا هم گفتم شما هم اشاره کردید، اون قسمت اصلا ترانسژنیک نیست و یک چیز طبیعیه و از این قضیه همیشه این کمپانی استفاده میکنن و کشاورزا رو بیچاره میکنن، در انحصار خودشون در میارن، در حالی که در مورد کنولا اصلا نیازی به اینم نداره. یعنی راه‌های دیگه‌ای هستش که بشه جلوگیری کرد از حساب خراب شدنشون در ضمن کشاورزی، پستیساید نمیگم استفاده بشه، حتما چیزهای طبیعی هستش که بتونه هم ضد کپک باشه هم ضد حشرات باشه. دوستان کشاورزی رو بهتر میدونن، ولی کاملا درسته در قسمت روغن این یک هیبریدیشن طبیعی هست. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای حاتمیان شما سوال دیگه ای هم داشتیم؟ اگه ممکنه میخواستم سوال کنم که در خانواده روغن ها سورتنینگ به چی میگن و اطلاعات چیز مشخصش چیه از سایر روغن ها؟ سورتنینگ این چیه؟ عرض کنم که شورتنینگ از نظر معنیش یعنی چیزی که شورت بکنه، یعنی به خصوص خمیر رو شورت بکنه. شما وقتی روغن رو به خمیر بزنید این خمیر از حالت وارفتگی در میاد و سفت میشه. خب این اصلا اصطلاح از اونجاست. میتونه روغنش مایع باشه
میتونه روغن هیدروژنه باشه و حتی میتونه روغن فقط جامد و طبیعی باشه. البته هیدروژنه رو عرض کردم برای اینکه فقط تیک رو به شما گفته باشم، کما اینکه اصلا چیز خوبی نیست. اما در مجموع شورتنینگ رو بیشتر استفاده میکنن برای البته خیلی ها کره استفاده میکنن در پختن شیرینیجات، خیلی ها شورتنینگ های سچوریت استفاده میکنن یعنی جامده. از نظر شیمیایی اینا هیچ فرقی ندارن، نقطه ذوبشون متفاوته و در حقیقت تریگلیسیریدهاشون یکیه و اپلیکیشنشون هم متفاوته. این که بگم شورتنینگ که در مثلا در بیکری استفاده میکنن حتما یک روغن جامد هست یا نیمه جامد هست یا مایع هست هیچ فرقی نداره. اگر شما مثلا پاف پیستری بخواید درست کنید، شیرینی دانمارکی، مسلما باید از یک چیز جامد استفاده کنید، روغن جامد مثل کره، مثل های سچوریتد فت، برای اینکه اینو روی لایه های این خمیر باید بزنید و با اواپوریشنی که این زمان پخت انجام میدن یک پافینگ ایجاد کنه، ریز بکنه، این لایه ها رو از هم جدا بکنن. اگر روغن مایع بزنید این کار نمیشه، یعنی وقتی حرارت میدید ولو میشه. خب پس این بستگی به اون کاری داره که شما میخواهید بکنید. وقتی نون بربری میخواهید درست کنید دیگه احتیاجی ندارید که شورتنینگ با های سچوریت استفاده کنید، با روغن مایع 6% میتونه همون کار شورتنینگ رو انجام بده. پس بنابراین شورتنینگ فقط یه اصطلاحیه که در بیکری استفاده میشه و میتونه روغن مایع باشه، میتونه روغن جامد باشه، بستگی به اپلیکیشنش داره. آقای حمیدی در صحبت‌های اولشون گفتن که 83 تا پروداکت ما تونستیم فرموله کنیم به بازار بیاد. این در واقع هم شورتنینگ هم مارجرینه، ولی از لیکوید مارجرین شروع میشه که اینو شرکتی هست به نام اوتکرز برای پیتزاهاش استفاده میکنه، تا کاف پیستریا که شرکت هایی مثل تیم هورتون دارن برای اون محصولات خودشون دارن استفاده میکنن. و این یک رنج عظیمی داره، یعنی از یک محصول کاملا مایع تا محصول کاملا جامد و همه اینا میتونه اسم شورتنینگ باشه، بستگی به اپلیکیشنش باشه. خیلی متشکرم. ممنون. خیلی ممنونم از لطفتون. من فکر میکنم دیگه سوالی دیگه نیستش. آقای دکتر جهانی اول، اینی که بی نهایت ممنونم از دوستان که سوالاتی که مطرح کردند و بی نهایت ممنون از آقای دکتر جهانی اول که به هر حال سوالات رو خیلی دقیق و علمی به اصطلاح بهش پرداختن. من فقط خواستم قبل از اینکه جلسه رو تمام کنیم اشاره‌ای بکنم که خب صحبت از دانه‌های روغنی بود. در خود کانادا هم ما دانه‌های روغنی عمده‌ای که در کانادا کاشته میشه و به اصطلاح هر سال این ما 4 تا چیزو داریم، یکی سویبینه، یکی آفتابگردان هست سانفلاور، بعد کانولا هستش و به اصطلاح بذر کتان یا فلاکسید. این 4 تا عمده محصولات کشاورزی در رابطه با دانه های روغنی هستند که ما در کمیته در آینده به طور قد یک جلسه ویژه خواهیم داشت برای از نظر کشت اینا در کانادا، از نظر کشاورزی محصول، اینو ما یک جلسه ویژه روی اینا خواهیم داشت در آینده. و بی نهایت ممنونم آقای دکتر جهانی اول که لطف کردید و هر حال وقت خیلی زیادی گذاشتید برای این کار میدونم و بی نهایت هم ما بهره بردیم مطالبی که اشاره بهش کردید. و بی نهایت ممنونم از دوستان عزیز که در جلسه بودند و سوالاتی که مطرح کردند. اینی که آقای مهندس عزیزی و آقای مهندس محقق اگر در رابطه با کانون صحبتی دارن و اینا میخواستیم به هر حال جلسه رو به اتمام برسونیم. بی نهایت ممنونم. آقای مهندس عزیز شما چند کلمه میگید؟ منم سخن آخر در حضور شما خلی. اصلا زبونم بسته است، در خدمت هست. خواهش میکنم. آقای دکتر جهانی اول حقیقتا اول بودید و من
واقعا لذت بردم، واقعا استفاده بودم. من اطمینان دارم که یه چنین سخنرانی هایی در کانون مهندس جایگاه ویژه و برجسته خواهد داشت. به هر حال از طرف هیئت مدیره کانون مهندس عزت‌عالی به خاطر این سخنرانی بسیار جذاب، به خاطر لطف و مهربانی که به مهندس داشتیم و به خاطر این همه محبت از جان برخواسته قدردانی و تشکر میکنم. اطمینان دارم و امیدوارم که در آینده ما باز این سعادت داشته باشیم که در حضور عزت‌عالی باشیم. من حقیقتا از شما سپاسگزارم. بفرمایید آقای مهندس، از شما هم صحبت داریم، بفرمایید. خیلی ممنونم. من دیگه واقعیتش اینه که صحبتی ندارم و بازم تشکر میکنم از آقای دکتر جهانی اول. و ما هر ماه در کمیته کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیستمون سومین چهارشنبه هر ماه یه جلسه زومو داریم، در نتیجه بومی دیدارتون در وبینار ماه سپتامبر. بی نهایت ممنونم و اگر اشکالی نداشته باشی آقای مهندس عزیزی دیگه خداحافظی کنیم از دوستان. خیلی ممنون، شب همگی بخیر. خیلی ممنونم از آمدنتون. ممنون از شبتون بخیر. سپاسگزارم.